immagine che quando gli andrà a fare questa settimana che non ha nessuno se non ha già detto la storia di un'altra se non ha già detto la storia di fare questo che ci fa per la volta in cui mi si ma anche che per quanto mi capita essere ai giovani che c'è come non è stata lì c'è come una foto di accademie در چند سال اخیر من داشتم و فکر می‌کنم این لازمه هست به خصوص برای پژوهشگران جوانمون دانشجویان دکتری و همچنین اعضای هیئت علمی که تازه استخدام شدن فکر می‌کنم می‌تونه یه مقدار مؤثر باشه و امیدوارم به این هستش البته اینجا همکارانی داریم که خب به هر حال زیر به کرمان بردن هست برای اونها و عذرخواهی می‌کنم اگر بعضی از نکاتی که ما خدمت شما عرض خواهیم کرد ممکنه بدیهی باشه یا از قبل شناخته شده باشه. پس بخش اول صحبت من راجع به ارکان مقاله هست و من راجع به اون صحبت خواهم کرد. در تعریف یونسکو پژوهشگر کسی است که با ذهن پرسشگر و فرضیه پردازش شروع میکنه به تحقیق و به طور تمام بخت این هم حرکت داره و تلاش میکنه ولی نه ذهن پرسشگر داره و نه هم نظریه پرداز یا فرضیه پرداز هست ما فرقایی داریم ما داریم که اینجا من میخوام به هم صحبت کنم واقعیت اینه که یافتن ایده با نگاه کنجکاوانه و پرسش صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً با ذهن خالی چیزی از بیرون نمیاد ما باید حتماً مقاله بخونیم کتاب بخونیم یک بک‌گراند یا پیش‌زمینه‌ای برای کار تحقیقمون باید داشته باشیم تحقیقمون بر این هست که حتماً باید مقاله پژوهشگران خوب رو مورد مطالعه قرار بدیم و با پس پیش‌زمینه از کارهای کسانی که تحقیق رو انجام دادن یا در حوزه مورد علاقه ما کار کردن یا احیانا با تفکر محض یعنی خلق و ادعای یک حوزه جدید یک ایده نو به کار بپردازیم همینجا من نکته رو میگم برای افرادی که کار میکنن ببینید بعضی هم میان کار مقاله هایی رو که توسط مثلا چینی ها، ترک ها، بعضی از همکارهای ما در ایران، هندی ها و غیره رو میگیرن واقعیت اینه که اینها اونقدر اوریجینالیتی در حالت کلی ندارن کاری که شما روی یک مقاله چینی انجام میدید تغییرات رو انجام میدید بالاخره یک چیزهای جدیدی رو خودتون کشف میکنید و اضافه میکنید اینها معمولا اوریجینالیتی ندارن پس پیشنهاد مشخص ما اینه که اگه میخواید کار کنید و کار خوب بکنید باید روی پژوهشگران خوب و تجربه‌ای متمرکز بشید و این در بسیاری از حوزه‌ها مثل علوم و مهندسی اساساً اینها پژوهشگرانی هستند که در غرب و نه در شرق مشغول به کار هستند در این حال باز تأکید می‌کنم در شرق هست در افرادی که پژوهشگر شاخص و درجه یک حساب میشن ولی علی‌قاعده اصیل‌ترین تحقیقات اونجا انجام میگیره به دلایلی که ما میدونیم مثلا یکیش اینه که سنت‌های علمی اساسا در غرب شکل گرفته 500 سال 600 سال از دانشگاه‌های کمبریج ییل هاروارد آکسفورد و غیره نه دانشگاهی که مثلا هنوز 30 سال از عمر اون و عمر تأسیسش من تأکید کردم که باید مقاله خوب کنم باید این دنیا رو چی داره حرکت میکنه به چه سویی داره میده این مقاله رو که میخونیم فقط خوندن مقاله کافی نیست ما مقاله رو که میخونیم بایستی دائم راجبش فکر کنیم آیا میتونیم نتایجمون رو به حوزه های دیگه تغییر بدیم آیا میتونیم با محفوظات کمتری همون نتایج یا نتایج قوی تری رو به دست بیاریم
آیا میتونیم روش کوتاه دیگه ای رو پیدا بکنید که به همون نتایج برسه؟ آیا میتونیم کاربردی از این نتایج در یک زمینه و حوزه دیگه پیدا بکنیم؟ آیا کاربردی از شیمی در فیزیک تحصیلات به هر چیز فیزیک در شیمی؟ آیا میتونیم نتایجی که چند نفر در یک حوزه به دست آوردن این رو در یک چارچوب کلی‌تر بیان بکنیم؟ و آیا شواهد نتایج این مقاله رو تایید میکنه یا این که خیر؟ مقاله‌ای به مجله‌ای رو که من سردبیرش بودم توسط دانشگاه دیوک یونیورسیتی پرینستون تو آمریکا چاپ میشه و من بارها از این دو مجله در صحبتم یاد خواهم کرد. یک مجله‌ای به نام مانا اسمی ریاضیدان در استاتیستیک من پرس کرده بانا شروع نوازمت مستگاه آنالیزیز و من این رو به طور ساده بهش میگم مجله بانا و این گم مجله آنالیز آف فانکشنال آنالیزیز که این هم برای راحتی بهش میگم آفا. پس دو تا مجله هست که هر دو اولی تو Q2 هست در فهرست GCR و دومی توی Q3 و این Q3 در فهرست GCR هست. میخواستم به این اشاره بکنم مقاله به این مجله بالا اومده آخرین سالی که یک مقاله در اون دیده میشه تو فهرست مراجعش مال سال 1973 و جالبه که حوزه‌ای که یا اون تم اصلی مقاله و کار مربوط به یک مقاله مربوط به سالهای 1923. جالبه که من سرچ کردم و وظیفه من این هستش که حتما این کار رو بکنم. سرچ کردم دیدم که این مقاله اصلا از حدوش سال 1970 بیدیم و هیچ کس روش کار نکرده. دموده هست این حوزه. این حوزه رو هیچ کی کار نمی کنه. پس اگر شما روی حوزه ای کار هیچ کس روش کار نکرد یا اساسا مورد توجه محققی نرشته شما نیست اساسا خریداری نخواهد داشت. این مثل اینه که شما یه فروشگاه داشته باشید بری کنشنوال سال اتدار مختلف و مثلا پنجه رو بیرون فروشگاه هیچ که نمیاد بخرید دموده هست. بنابراین باید حتما حوزه‌ای رو که کار میکنید حوزه مورد توجه و مورد نیاز یا به هر حال مد روز باشه به زبان ساده میتونه ایده رو کاملا برسونه. من چند سال مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بودم و چیزهای جالبی رو دیدم. یکی از اینا این بود که استادی مقاله سال 1976 خودش رو چیزی حدود 30 سال بعد رو موضوعی رو داده بود به دانشجوی دکتریش که اساساً دیگه کسی روش کار نمی‌کنه. کسی دکتری خودش رو ادامه شو داده بود به این دانشجو. این دانشجو هم زحمت کشید بعد از 2 سال 3 سال بالاخره یک مقاله‌ای رو به زور به نوشت و خلاصه هر کار کرد نتونست چاپ کنه. هر جا می‌فرستاد ریجکت می‌شد. آخر سال در یک مجله ضعیف هندی چاپ کرد. از اون زمان دیگه ISI بود و چیزا اینقدر مطرح نبود و شانسش که تونست با تحصیل بشه. چی میگم؟ میگم مقاله پژوهشگران او و حوزه‌های مورد حوزه‌های نوع مورد توجه محققه. باید این رو شناسایی کنیم. یا شما یا استاد راهنما در مورد دانشجوی دکتری یا پژوهشگران جوان استادیارانمون باید بدونن دنیا رو چی داره حرکت می‌کنه. این رو باید تمیز بدن. اگر در این رو مقاله های قدیمی رو روی حوزه های قدیمی موضوعات کهنه کار کنید شانسی برای چاپ مقالتون نخواهید داشت. این میفرستید مجله ریجکت میشه، میفرستید سر ما میمونه ریجکت میشه، ده دفعه میفرستید خودتون خسته میشه. یه جای دیگه هم هست که شما میتونید ایده پیدا کنید و روش کار کنید. بسیار عالی، هم داخلی هم خارجی بسیار عالی تر. چرا؟ چون در این حوزه ها، در کنفرانس ها و سمینار ها شما می توانید
ایده های رو اولا بفهمیم کجا باید کار یک همون مدها یا حوزه های زیبای و مورد توجه محققین رشته رو پیدا کنیم جوری که با بعضی زمینه های جدید هم آشنا میشه که آدم ها دارن رو چی کار میکنن و خیلی جالبه که اگر میبینید کسی داره روی چیزی کار میکنه که شما هم دارید دور بر اون کار میکنید پس میتونید نوع لینک و ارتباطی بین خودتون و افراد دیگه توی حوزه کار میکنن بتونید ایجاد کنید اما شرط های لازم پژوهشگری چیه؟ ببینید این خیلی خیلی مهمه. من سه تا شرط به نظر من یک محقق برجسته یک پژوهشگر شاخص اون کسایی که من دیدم در این دنیای به مرکز خودم در اطراف خودم ببینید که فکر میکنم هر کسی میخواد پژوهش کنه اول راجع به موضوع مورد تحصیلش باید بره مطالعه کنه و دانش زیاد و در این حال دقیقی داشته باشه خوندن مقاله ها به طور کل خیلی خوشحال هست خوندن مقاله به طور کل و ورق زدن مقاله فرقی ولی باید اون جایی که شما دارید تحصیل کنید رو باید عمیق بخونید خیلی ها مقاله رو ورق میزنم و فکر میکنم خب بینی مسلط شده نه کافی نیست در حوزه مورد تحقیق در این تمی که داریم صحبت شما میکنیم باید عمیق شد یک باز هم به خاطر مسائلی که داریم ما میبینیم کسی رو دانشجوی دکتری رو یک مقاله رو استاد بهش میده میگه برو تو این حوزه کار کن هم یه مقاله بخونه، دو مقاله بخونه، دست به قلم میبره، شروع میکنه مقاله بخونه ببخشید، این مقاله کلن آبکی همه که انشتن نیست ما همه آدم های معمولی بنابراین، فکر میکنم لازم هستش که قبل از اینکه دست به قلم ببره مطمئن باشیم که دانش لازم و کافی برای این که بتونیم یه چیز عمیق نوع رو به دست بگیم داریم دوم سخت کوشی این سخت کوشی رو من خیلی روش تحقیق جواب مشخصی برای همه دارم بر اساس یه تجربه الزام شده است تجربه شده روزی 6 ساعت برای 6 ساعت این اولی معاملت رو بسید به شرطی که مرتب پنگرانده خوبی پشت سر کار رو روزی 6 ساعت به مدت 6 ماه اولی مقاله آبرومندتون میتونید نمیگیم یه مقاله درجه یک بسیار عالی ولی میتونیم بگیم یک مقاله آبرومند چه نمیشه ما دانشجو داریم دانشجو دکتری داریم استاد مقاله رو بهش میگه برو بخون روی این کار کن باشه میرم کار میکنم بعد از یک ماه پیمان پسمار دانشجو فراخوان نمیشه خب چه کار کردیم آره دارم شروع میکنم خب پس کن ایران بده دو ماه بعد چه کار کردیم این مقاله رو برو بخون اون مقاله رو آیا خوندیم نه هنوز نخوندم خب برو پس اینا اینو این هم بخون میره اصلا پیداش میشه شش ماه بعد دوباره باز با پیمان پسمار دانشجوی دکتری پیداش میشه و گیرش میاره استاد خب چه کار کردیم خوندیم دارم بخونم اینو تموم کردی نه اینو چه کار کردی هنوز نگاه نکردم اینو دانلود کردی نه نرسیدم انشالله به زودی این کارو میکنم بریدی از زمان ما دو تا تز داریم برای کار پژوهشی شما تو آزمایشگاه هم هستیم باید این کار رو بکنید کار کارگاهی هم میکنید باید بکنید کار تفکر محض تو حوزه نظری تحقیقات نظری هم دارید باید این کار رو بکنید چی؟ کاری که باید انجام بدید باید در اسرع وقت کار رو بکنید این یک درس اخلاقی نیست این یک ضرورت نمیتونید کاری که باید الان انجام بدید سه ماه دیگه انجام بدید جالبه یه نفر من میشناختم اومد یک سوالی پرسید از من روی این حوزه رو خواهم کار کنم گفتم خوبه برو انجام بده یه چیزی نوشته بود گفتم خوبه برو انجام بده باورتون نمیشه
شش ماه بعد دیدمش گفتم چه کار کردی؟ گفت تقریبا تموم کردم میخوام بفرستم. گفتم بهش خبر میدم که یه نفری که قبلا کار کرده همینو و فرستاده به این ژورنال آبا. صداش در اومد. شما که میدونید من میدونم هم به عنوان یک شخص کنار میدونم اون به من مربوط نیست، ولی شما میگم که یه نفر دیگه روی نوزه کار کرده و فرستاده به اینجا و احتمال هم داره پذیرفته بشه. اجازه میخوام یادآوری کنم این دوتا مجله توسط پرستوان بود چاپ میشه و من سردرگی میشونم و این دوتا رو این در رده جی سی آر کیو 2 هست و این در رده جی سی آر کیو 3 و آنچه که دارم میگم یه مقدار راجع به اینه و چند مجله دیگه که من تحقیقی هستم این تجارب رو خدمت شما دارم انتقال کنم. اگه لازمه روزتون رو 26 ساعته کنید. چطور آقای طالب بود؟ چطور 26 ساعتش کنید؟ تا تو این نصف شب بیدار بمونید میشه روزتون 26 ساعت به همین ساعت. تا کارتون تموم نشده نباید بخوابید. این مشخصه پژوهشگر. یعنی پژوهشگر میچسبه به کار تا تمومش نکرده راهش تا تمومش نکرده نمیره کار دیگه بکنه. اولویت اولش کارشه و تحقیقشه، نه این که دانشجوی دکتریمون مثلا میره تجارت پسته میکنه، میره خرید و فروش مثلا آپارتمان میکنه، سرکوتودار میکنه، همه کار میکنه. اگر یه وقت وقت کرد شاید بیاد به مقدار تحقیقم برونه، نه جایی نداره. آن تحقیق که به دست میاد تحقیق به سطح عالی میخواهد. خب حالا فرض کنید شما با حرفی که زدیم روی ایده‌ای رو پیدا کردیم، حاصل خوندن مقاله ها، شرکت در سخنرانی ها، کار کردیم، فکر کردیم، آزمایش کردیم در کارگاه، در آزمایشگاه، به نظره نتایج رو به دست آوردیم. این نتایج که من تحت عنوان حکم یا نتیجه ازش یاد می‌کنم، اینها رو بایستی و فرق و ما صحبت همون راجع به نوشتن مقاله انگلیسی به طور کلی هست، چون مقاله فارسی که شما نویسید متاسفانه اساسا دیده نمیشه در دنیای علم به خاطر اینکه زبان علمی نیست. اول کاری که میکنید بعد از اینکه ایده هاتون رو پیدا کردید و اینها رو یادداشت کردید، قبل از اینکه مقاله رو بتونید شکل بدید و شروع کنید به نوشتن، باید به عنوان یک داور خودتون مقاله خودتون رو بخونید. این اون جاییه که من فکر میکنم قدم اول هست و ضروری هست بشه. چهار تا سوال رو باید جواب بدید و اگر این ویژگی ها رو نداشته باشن اساسا نباید مقالتون رو بفرستید. این نباید این نباید اخلاقی و دوستانه است. شما هر کار رو خواهید میتونید بکنید طبیعیه، ولی ما پیشنهادمون اینه که این کار کنید. اول میپرسید آیا اون چیزی که به دست آوردید جدیده؟ آیا اون چیزی که به دست آوردید جدیده؟ آیا اون چیزی که به دست آوردید جالبه؟ و بالاخره آیا اون چیزی که به دست آوردید مهم و کاربردپذیره؟ شاید برای شما جالب باشه که همکارای ما که در اینجا بزرگواران هستن، هم حوزه تحقیقی مجلات هستن، علم پژوهشی، هم داوری چندین مقاله رو داشتن، قطعاً صحبت من رو تایید می‌کنن که عملاً هر مجله‌ای از هر داوری انتظار داره به این چهار سوال پاسخ بده. یعنی گزارشی که من به عنوان یه داور برای یه مقاله می‌نویسم باید به این چهار سوال جواب بده. معمولاً می‌نویسیم نتایج این مقاله صریح است، جدید است، جالب است و مهم. بعد این چهار تا استدلال انگلیسی هم عنوان استفاده میشه. اگر مقاله شما این چهار تا رو داشت، قطعاً شانسی برای چاپ و مورد توجه قرار گرفتن داره. ضمناً این رو هوم پیج من هم هست، هم ریوایزش و اصلاح شده شما هم قرار میده. کافیه گوگل مسلمیان رو سرچ کنید، اولی سطحی که بوده در اولی نتیجه که ظاهر میشه.
خب اما این خیلی مهم این مطلبه ماها در این ناحیه ها هست این حوزه ای که ما هست آسیا آفریقا کشورهای در حال توسعه کار روی یک مسئله بیارزش یه مسئله حاشیه‌ای یه چیزی که اصلا مهم نیست یه مسئله جزئی کوچیکی اینقدر کوچیک و جزئی بوده که بالاخره ما تونستیم سر و ترش رو هم بیاریم و در قالب یک مقاله ارائه بدیم چی می‌نویسه من؟ ریپورتی که توسط سردبیر یا مجله دعوت کلی برای شما نوشته میشه اینه موضوع این پیپر خارج از اون جریان اصلی تحقیقات مثلا در ریاضیات یا شیمی است میگه خوانندگان خیلی کمی وجود داره که ممکنه این موضوع شما مورد علاقه من باشه مقاله رو نوشتید به هر حال زحمت رو کشیدید میفرستین از این به این مجله فرداش ریجکت میشه من مقاله بوده که ظرف 30 ثانیه ریجکت کردم یعنی هم رسیده شانسش گرفته من پشت دستگاه بودم بلوال کردم اصلا اوتا همه چیز افان اوم ما روی اون خیلی تحقیق کنیم دبس و اون به معنای بخشش اینه که این نتایج و کاری که ما داریم بکنیم باید حسیل باشیم اصالت بخشی از این بس استدلال هایی که شما ممکنه کرده باشید ممکنه اینا کوتاه باشه یا بدیهی باشه بدیهی رو برای روشن و کلیر یعنی نتیجه مستقیم کارهای دیگران باید اگر شما مقاله بنویسید باید یک بخش یا چند صفحه از اون یا نتایج خاصی از اون باید اصلی باشه و اون ویژگی که گفتم صحیح باشه جدید باشه جالب باشه مهم باشه و در عین حال باید یه مقدار کارتون تکنیکال و فنی باشه تکنیکال و فنی به معنای اینه که کار شگرفی رو انجام بده در حد مقاله نباید تعمیم سرراست کار دیگران باشه کاری که دیگران کردن رو در واقع ما فقط تعمیم بدیم اگه یک کاری رو برای دو تا متغیر انجام دادن ما این رو برای این تا متغیر بدیم یا صرفا مقاله مرزی رو عوض کنیم بگیم خب مثلا مقاله اومده برای ما من زمان سرراست بودن انجمن جزیر رو بودن خیلی جالبه یه مقاله اومد برای سه تا متغیر، برای چهار تا متغیر بعد ما فرستادیم به سردبیر به دبیر به ادیتور ایشون فرستاد داور داور که اون موقع جواب داد میدونی چی داشت؟ نوشته بود که من اینترنت رو سرچ کردم و دیدم که همین نویسنده یه مقاله قبلی داره که همین کار رو برای سه تا متغیر کرد این مقاله ما چهار با سه تا متغیر الان یه مقاله نوشته برای 4 تا احتمالاً این مقاله بعدیش برای 5 تا متغیره و احتمالاً بعدم یه مقاله تحقیق این تا متغیر خواهد داره این مقاله ما شانسی نداره و شانس برای چی ندارن؟ هر چی شما بنویسید بالاخره یه جایی میتونید چاپ اصلا بدون بربرد ولی جای خوب مد نظر ماست جای خوب یعنی یک جای آبرومند یعنی اینکه ما بتونیم اون رو در یک چنین فهرست هایی چاپ کنیم جی سی آر و باب سالیس اسکوپوس یا شاید علمی پژوهشی های قضاوت عین اینها اون مجلاتی است که الان معاونت پژوهشی دانشگاه اینها رو به عنوان مقالات علمی پژوهشی میشناسه خارج این رو ارزش صفر داشت و دانشگاه‌های دیگه هم همینطور می‌شدن مقاله نباید بدون مثال و بدون کاربرد باشه یعنی کاری که شما کردید باید نشون بدید که اهمیتش داشت
یا این رو در مثال های ارائه بدیم یا شواهد تجربی برای این ارائه بدیم یا کاربردی از نتایجتون ارائه بدیم در قسمت آخر. اگر این ویژگی عمق رو نداشته باشه، شما نامه‌ای دریافت میکنید با یک جمله‌ای با یک چنین مضمونی که نتایج این پیپر اونقدر حساسی و به زمان ما به درد بخور نیست که ارزش چاپ در این مجله رو داشته باشه. اما ارکان مقاله، عنوان، نام نویسنده، کلمات کلیدی، چکیده، مقدمه، متن اصلی، سپاسگزاری و بالاخره مدارج. خب چرا اینا رو میگیم؟ این چارچوب کلی، ولی این همه این رو رعایت نمی‌کنن. بعضی کلمات کلیدی نداره مجلهشون، بعضی موقع چیزی نداشته باشه، ممکنه مجموع مقاله شما سپاسگزاری نداشته باشه یا مراجع فرمت‌های مختلف داشته باشه، ولی شکل کلیش من تا صحبت من امروز سه قسمت، این قسمت اولی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، از اینجا تا پایان در واقع میخوام بگم که یک مقاله بخش های مختلفش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه به طور عرفی و چه کارهایی نباید بکنید. این قسمت نباید بکنید اونه ایست که مقاله رو میفرستید یک هفته بعد ریجکت میشه، میفرستید به این مجله ایمیدیت ریجکت. چه کار میکنیم سریع ریجکت نشه؟ یا به عبارت دیگه چه کار میکنیم که مقاله بره حداقل آندر ریویو بشه یا به وسیله داور مورد بررسی قرار بگیره. خانم دکتر بفرمایید. در قسمت نتایج اصلی ما پیشنهادمون اینه که شما باید ابتدا بخش اصلیتون نتایجتون رو بنویسید، دائم بخونید، اصلاحش کنید تا شکل کلی پیدا کنید، شکلی که مد نظرش بود. پس این بخش نیاز به نوشتن اولیه و ویرایش های چند باره. کلن مفید بخش شما یا کلن مقاله شما باید حول یک موضوع نوشته بشه. این هایی که چند تا نتیجه به دست میارید به هم میچسبید میشه یه صفحه 12 صفحه سابمیت میکنید به یک جایی، شانسی نداره. باید حول یک موضوع مقاله نوشته شده باشه. صفحاتش کمتر باشه بهتر از اینه که پراکنده باشه. یک نوع ارتباط درونی باید بخش ها و پاراگراف ها یا بند ها با هم دیگه داشته باشه. اگر نتایج شما میتونه کمه در یه بخش باید ارائه بشه، اما اگر چندین نتیجه هست و مثلا 10-12 صفحه شده، ما پیشنهاد میکنیم این رو در دو یا چند بخش ارائه بدید. ما مقاله رو دیدیم از عنوان شروع شده، نام نویسنده و نشانی نویسنده، بعد چند خط ابسترکت یا چکیده و بعد یه دفعه همه نتایج توی یک بخش شده. این چیزی دیگه هم احتیاج داره که الان خواهم چیزی به نام اینترودکشن یا مقدمه. یک کار غیر حرفه‌ای نبایستی احکامتون قضایاتون، تعالیمتون رو یکی پشت سر همدیگه ذکر کنید. مثلا نگاه کنید برای کسانی که اوضاع محض یا نظری کار میکنن، بهتر بین قضیه هاتون یا احکامتون یک مثلا جملات انگلیسی وارد کنید و پشت سر هم اونا همه رو ننویسید. این یک مثاله. تازه قبل چیزای دیگه هم میده، تعریف 2-1 و 2-2 قبلش بود، تعریف 2-3، تعریف 2-4، تعریف 2-5، تعریف 2-6. اصلا نفس آدم اینجا مثل گلو آدم رو گرفتن. چقدر در ترکیب بایستی یه جورایی دهیم اینا توضیح میدید این تعریف رو شما برای چی آوردید؟ اون رو توضیح میدید از کجا آوردید؟ برای چی میخوایدش؟ حتما باید توضیحاتی بین کاراتون به زبان انگلیسی، به زبان ساده، حتی اگر شده یه خط توضیح بگید. اما مقدمه ببینید، داور سه چیز
دو چیز رو حتما نگاه میکنن. داورا دو چیز رو حتما نگاه میکنن و بعد یک تصمیم میگیرن آیا مقاله رو بخونن یا نخونن و آیا مقاله رو ردش کنن یعنی ریجکتش کنن یا اینکه به هر حال روش کار کنن ببینن چی میشه. یکی از جایی که خونده میشه یکی هم چکیده هست. چکیده به مقدمه رو داورا میکنن. هر دو اینا اونقدر باید خوب نوشته شده باشه که خواننده داور رو به خوندن تمام مقاله ترغیب کنه، خوشش بیاد، احساس کنه این یک چیزی برای گفتن داره. مقدمه باید بررسی تاریخی موضوع مورد مطالعه شما رو داشته باشه. یعنی اصطلاحی میتونیش literature review هست، یعنی بایستی به اصطلاح ادبیات موضوع رو ترجمه کردن به ادبیات موضوع، ولی تاریخچه موضوع رو باید در بر بگیرید. در همین مقدمه باید اهدافتون رو بنویسید، باید مقایسه کنید نتایج خودتون رو با نتایج کارهای دیگران، باید توضیح بدید که چقدر تشابه وجود داره و چقدر اختلاف با کارهای دیگران وجود داره. باید در رشته های دیگه در بعضی از رشته ها، خصوص رشته هایی که به کار آزمایشگاهی دارن یا حتی تحقیقات میدانی دارن، اینها میان یه بخش کانکلوژن هم دارن که در اونجا این کارا رو میکنن. بنابراین میتونید این رو به قسمت آخر چند که خواهم گفت منتقل کنید. از نظر روش‌شناسی یا متدولوژی باید نقاط قوت کار خودتون توضیح بدید. نقاط ضعف وظیفه خود داور پیدا کنید. شما نباید خودتون بعد ولی حداقل نقاط ضعف قوت کار خودتون رو باید بگید. اهمیت روش شما در مقایسه با روشی که مثلا جان استوارت در فلان پیپر انجام داده چی بود و چرا شما این روش رو انتخاب کردید. این مهمه که ذکر کنید منشأ ایده های شما چی. من در قسمت سوم صحبتم که راجع به غفلت علمی صحبت خواهم کرد، چون اجازه میخوام فقط مرور کنم بر سه تا صحبتم. من الان دارم راجع به الان یک مقاله صحبت میکنم، در بخش دوم راجع به ارسال مقاله به مجله صحبت میکنم، ارسال مقاله به مجله، و در بخش سوم راجع به غفلت علمی که در جای عدم کنام صرفت ایدیار بودمان صحبت کنم کرد. و تو این قسمت مثال های خواهم تو از روش های آدم میتونه نباید این کار رو کنه صحبت خواهم کرد. چیزای عجیب غریبی که پیش کم شما میدونید و بعد داشتم جدید میگم به یه دیگونه گفتن کبریت بر نداری آتیش بزنیم شد یاد رو بنداخت. به هر حال این از اونهاییست که یه مقدار بدآموزی هم داره. ما باید منشأ ایده هامون رو بگیم. فکر میکنیم که اگه نگیم ایدمون رو از یا روشمون رو از کی برداشتیم یا گرفتیم، به هر حال ایده رو از کی گرفتیم، داوری فکر میکنه که این مال خودمون. با قطعیت بهتون میگم من 10 سال تجربه فوق العاده زیاد داشتم تو کار ادیتوریال بود برای مجله ها. فراموش. اصلا علاقه هم شو فراموش. فقط میگم خیلی. باورتون نمیشه. این بعد تو این بعد ما نمیگیم. اون بعدی ها میگن. و به تجربه من اینه که داور وقتی شما میبینه شما صادقانه نوشید ایده این ایده این کار رو من از فلان مقاله گرفتم یا از فلان نفر گرفتم، این اصلا ضعف حساب نمیشه. ما فکر میکنیم اگه بنویسیم ایده رو از فلانی گرفتیم داور میگیم که مال خودش نیست، این که مال خودش نیست پس مقاله ریجکت. نه نه اصلا اینجوری نیست. با قطعیت بهتون میگم اصلا قطعیت 100%. یعنی من 99% هم نمیگم برای اینکه شما شک نکنید، چون عرض من بر اینه که شما در داخل این مقاله که کار میگن من جمع کردیم به اسم خودتون، بالاخره یک کار اصلی هم خودتون کردیم. پس اون بخش های دیگه هم که به هر حال از روش های دیگران ایده های دیگران استفاده کردیم ذکر کنید، به هیچ عنوان ضعف حساب نمیشه. حرف من ضعف اونجای حساب میشه که ما فکر میکنیم میتونیم گول بزنیم.
تقریبا در مجلاتی که اینجا می‌بینید داوراشون همه در زیره. اینجوری نیست که مقاله رو به یک مجله درجه یک در ده مجله اول رشتتون بفرستید، بعد اونا بفرستن به مثلا کربلای حسن درشک پز که این داوری کنه. اصلا امکان نداره، اصلا فکرشو نکنه. همه اینا به داوره درجه یک و محققین درجه یک رشته میفرستن و همه اونها مسلطن به موضوع، دقیقا میدونن که چی کار کرده چی که چی کار نکرده، حتی میدونن که کاراش سبوکی که کاراش استنگیری تره. بنابراین میخوام توجه شما رو به این جلب کنم که شما تقریبا نمیتونید گول بزنید داور رو. اگه میخواییم مقاله خوب رو چاپ، پس ما کار خوب کردیم، به مجله خوب هم میخواییم ارسال کنیم، پس صارمانه میمیسیم همه چیز رو که چی کار کردیم و ایلام از کجه. من اون قسمت قبلت هندو برای شما شهر کنم چه اتفاقاتی رو جزید شدید، اتفاقاتی که ناگوار هست. بعد در قسمت آخر مقدمه گاهی اوقات توضیح باید بدید تو هر بخش یا تو هر بخش در واقع چه کار کرده. بخش یک این کار رو کردیم، در بخش دو این کار رو، در بخش سه این کار. اما پیش نیاز هم بعد از اینکه مقاله اصلی رو نوشید بهش شما باید یه مقدار پیش نیاز یا پرلیمیناریز رو اضافه کنید. این پیش نیاز ها کمک میکنه به خواننده تا بفهمه اگه نمادهایی داریم، اصطلاحاتی رو داریم، اینها رو بایستی در همین قسمت رو هم داریم. لازم نیست چیزهایی که کلاسیک هست و در کتاب ها وجود داره اینجا بیاریم. تقریبا من چون که در کتاب ها هست باید ارجاع بدیم به کتاب. کدوم قسمت ها رو باید بیاریم؟ آنهایی که در تحقیقات جدید یا در مقاله ها ذکر شده رو باید بیارید اینجا. پس کسانی که چیزهایی که برای همه آشنا نیست یا اینکه همه بهش دسترسی ندارن یا بالاخره چیزی که بهش میگن سلف کانتین، یعنی مقاله باید اون چیزی که لازم داره تو خودش داشته باشه. چی پیشنهاد دارید؟ آنچه که میخواییم باید خودمون معرفی کنیم که فرض که مقاله رو میخونه دیگه خیلی میگم اگه یک متخصص حوزه باشه کامل بتونه بفهمه. حرف ما نه خیلی چیزهای ابتدایی و نه هم بدون اینکه نمادها و مفاهیم اولیاتون رو تعریف کرده. این بخش باید حد اکثر یک دهم تا دو دهم حجم مقالت باشه. حالا میدونید چه اتفاقی من کریم روز من مقاله رو دیدم اومده بود از هندوستان حدود 10-12 صفحه بود، 6 صفحه مقدمه بود، 3 صفحه ریفرنس ها بود، 10 صفحه 60 تا ریفرنس بود. اون 2-3 صفحه وسط چند اولا هر چیزی که بود جای دیگه لما ارجام داده بود، البته که اینا رو از اینجا برمیشه، کل اون چیزی که مال خودش بود یک صفحه بود. شانسی نداره، شانسی برای پذیرش توی این مجله ها نمیست. حالی گفتن هر چی بنویسید بالاخره یه جایی میتونید پیدا کنید. مثلا اگه یه کمی سری که سرش خود کنید حتما چاپ میکنم، فردا براتون چاپ میکنم که این رو در مجله های اوپن اکسس یا مجله های کلی رو من اینجا توضیح خواهم داد. اگه پیش نیازا کمتر از یک صفحه بود اینو داخل مقدمه زنید، لازم نیست یک بخشی به نام پیش نیاز ها داشته. این جنبندی یا کانکلوژن اون چیزی بود که گفتم، یعنی شما ممکنه یه بخشی رو اختصاص بدید، اختیاری هم هست، ضروری نیست حتما اون رو بیارید. این بخش میتونه شامل اینا باشه. اهمیت روش و نتایج مقاله شما چیه؟ چرا مقاله شما مهمه؟ چرا ارزشمنده؟ یا خودتون باید به زبان ساده اینجا ببینید. نوآوری‌های خودتون رو با مقالاتی دیگه مقایسه کنید، تشابه ها، افتراق ها، اینها رو بایستی توضیح بدید. و بالاخره خیلی
جالبی که راههایی هم برای ادامه تحقیق ارائه بدید. ممکنه اوپن پرابلم یا مسائل باز لاینحلی داشته باشید که شما حل نکردید یا نتونستید حل کنید. خیلی جالبه. اگه واقعا نمیتونید خودتون حل کنید اینجا. ولی اگه میتونید و ایدهشو دارید که میتونید در مقاله بعدی اونو ذکر کنید، معمولا نباید بیارید. چون زودتر از شما یه نفر اینو چاپ کرده. ایده های خودتون هم برای خودتون باید بیارید. بعد سن اینجا سوال دیده آیا ما ایده هامونو یا مقاله هایی که چاپ نشده رو میتونیم روی یک بایگانی هایی که توی اینترنت مثل آرکایو یا جایی دیگه هست قرار بدیم؟ ما پیشنهاد میکنیم کار بدیم. مقاله که اکسپت شده میتونید یا تحت شرایط خاصی که بعدا میگم. پس به طور کل کاری که دارید انجام بدید اوریجینال ایده مال خودتونه. ایده تا چاپ نشده، تا اکسپت نشده نباید پخشش کنید. میتونید به دوستان مطمئنی که دارید بدید. اگه من در حال کلی بهتره که تا پذیرش اون این رو به هر حال محکم بگیرید. البته این به معنی این نیست که اگه شما این رو رو آرکایو گذاشتید یا یه جاهایی پخش کردید به طریق دونی سرورها یا جاهای دیگه سرکولیت کردید، پخشش کردید به معنی این باشه که این حتما یکی میاد ایده شما رو می‌دزده. نه، اصلا اینجوری نیست. خیال خودتون باید بدون این تجربه از خودم سال 2005 من یه مقاله رو فرستادم به این مجله تو بلژیک و 4 ماه گذشت مقاله رو ریجکت کردم. آخه داوری در کجایی که هم با داوری ولی با 4 ماه بعد با داوری ولی داوری حتی کلی خواستم ریجکت کنم. 2 هفته بعد این دفعه دیدم این مقاله جایی ظاهر شد. نه مقاله من، بخش هایی از مقاله من عیناً ظاهر شد و قسمت ها رو من برداشتم، حذف کردم، کار دیگه کردم و جایی می‌فرستم. ولی فهمیدم که داور در واقع ایده‌ها رو از اینجا گرفته و برداشت برای خودش. این فوق العاده کار بدی. چطور میشه فهمید؟ هیچ کاری نمی‌کنه. چطور میشه فهمید؟ چون کاملا کلمات خود من نوشته بودم عیناً استفاده کردم. عیناً پاراگراف رو استفاده کرد. حالا نکتهش اینه که همکار پژوهش خود من پژوهشی بود، همکار خود من و من از موقعی که بودش قطع رابطه کردم. ولی نکته کلیدی اینه که این اتفاقات میفته. حالا یه مثال دیگه باشه. تو بولتن انجمن ریاضی ایران یه دفعه اول یه چیزی بگم به خاطر میگم خیلی جالب. یه دفعه یک مقاله بود حدود 6 صفحه بود. این مقاله رفته بود به داور بعد از چند ماه اومد. داور 14 صفحه ریپورت برای این مقاله 6 صفحه بود. که داور جا کنه بود. 14 صفحه بود. ولی ریجکت نکرد. بتون بری این اصلاحات برد. خیلی عالی بود. اصلا خیلی عالی. فوق‌العاده است. فوق‌العاده است اگه شانس بود بگیره چنین. داوری اما چی میخواد؟ مثالی که میخواستم بزنم چی؟ ما فرستاده بودیم مقاله رو اون زمان جلسه بزن، تهران جلسه بزن، مثلا همه که تو دیدم. اتفاقی که افتاد این بود که یکی از ادیتورها در جلسه اومد مقاله رو گذاشت رو میز و گفت که داور این مقاله فلانیه و گفته که نتایج این درست و خوبه ولی کمه. ولی من میتوانم به این مقاله مطالب دیگه رو اضافه کنم که این مقاله قوی‌تر بشه. بنابراین مایلم که به عنوان یک کوتر یا یک همکار در این مقاله شریک بشم. این کار اساساً غیر اخلاقی. ولی غیر اخلاقی نه اونقدر غیر اخلاقی که اینجا خواهم گفت. نه. غیر معمول بهتر بگم. غیر معمول. تصمیمی که ما گرفتیم این بود. گفتیم اشکال نداره. ما به نویسنده اطلاع میدیم. یک داوری هست، شما می‌دونید این داور
فکر میکنید این نتایج رو میتونید تغییر بدید. اگر شما بپذیرید ما مقاله رو باید ویدرال کنید، یعنی پس بگیرید، اون فرد رو هم ما به شما معرفی میکنیم، داورتون برید خودتون کار کنید، دوباره باید مقاله رو سابمیت کنید به مجله تا بررسی. یه چیز بسیار منطقی باشه. اگر هم نپذیرفتید، ما اینو میفرستیم به داور. پس کاری که داور کرده بود اینجا این عمل رو انجام داده بود، نمیخوام بگم بد بود، تصحیح کردم، غیر معمول. پس این داور این کار کرد. کار دیگه که داور هم میکنن اینه که شما مقاله رو میفرستید، همونطور گفتم در آره من اتفاق گفتم مقاله رو ریجکت کرد، بعد خودش رفت ایده ها رو گرفت یه مقاله دیگه کرد. ولی یه راه سوم هم اینه که شما وقتی که داوری رو میکنید یک مقاله رو و جالب یه چیزایی پیدا میکنید که میشه یه کارایی کرد تو مقاله و به هر حال مقاله ارزش چاپ داره که اون پذیرش رو میدین، بعد میرین مقاله خودتون با ارجاعی میکنن و این کار بسیار بسیار مهم و تقریبا اینجور مواقع شما میتونید که همین داور مقاله شما کی بود. خب اما مراجع بسیار مراجع مهم در متن مقاله هر جا از منبع استفاده میکنید لطفاً همون جا بهش ارجاع بدید و شماره صفحه هم بدید ترجمه. ببینید بعضی ها میرن ایده رو از این جایی میگیرن، ما کدوم خبر مطلب از جایی برد میداره، خیلی هم کمپیس میکنن، میدونید که ارجاع بدن، ببینید که جلوش کروشه باز برد از سه هیچی نمیگم، فقط تو ته مقاله تو قسمت مراجع اسم اون مقاله رو میگن ولی نامعلومه که این مقاله کجا است. کار خوبی حساب نمیشه، کار حرفی نیست. اگر این واژه ها به عبارات ذکر شدن باید داخل بیومه گذاشته بشن و با نشانی دقیق و با صفحش ذکر بشن. اما شما میتوانید ایده ای رو از یک جایی بگیرید جمعاتی رو و این رو به زبان خودتون بگیرید، ناظر نیست حتما ارجاع بگیرید، من یک ایده باشه، ایده رو باید همیشه ارجاع بگیرید. ولی دانش بخشی از دانش شماست، به هر حال این دانش رو که از شب نخوابیدیم صبح بیدارشیم این دانش رو داشته باشیم، یه جایی خوندیم اصلا یادتون هم رفته یا حتی میدونید یا جلوتونه که این چیزی که میدونید چیه، میتوانید به زبان خود رو بگیرید. پس کلمات اگر عیناً اومدن باید ارجاع داده بشن، اگر غیر این صورت بایست میتونید به زبان خودتون با واژگان خودتون. از ذکر منابعی که استفاده نشده خودداری کنید. خب اینجا خیلی بحث پیچیده ایه. اولا شما وقتی مقاله رو به مجله میفرستید، این مجله باید بهتر این مجله قبلا مقالاتی تو حوزه شما چاپ کرده باشه. پس نویسنده برای این که نشون بده این مقالهش که داره سابمیت میکنه به این مجله موجه این کارش، میاد چند تا مقاله علکی که چاپ شده در این مجله رو تو فهرست مجلاتش میاره، مثلا چند تا مقاله تو بانک ژورنال رو برمی‌داره تو مقالهش میذاره سابمیت میکنه به بانک ژورنال که به ادیتور بگه این تو حوزه کاری شماست، در حالی که نامرئی. این کار کار خوبی نیست، میدونم ادیتور رو داور میفهمه. دو اینکه چنانکه خواهم گفت بعداً بعد اهمیت داره و دوباره خواهم گفت امروز، اینه که شما چون داورها معمولاً و چون ادیتورها معمولاً داوراشون از فهرست مراجع انتخاب میکنن، معمولاً بعضی ها مصرن اصلاً از اونهایی که تو فهرست مراجع اومده انتخاب ندارن. بنابراین شما چون کسانی رو دارید، یه نوع ارتباط دارید یا دوستانی دارید و مایل هم یا افرادی رو میشناسید که این افراد مثلا سادگی رو دارن، آدم های سادگی رو هستن، پژوهشگر خوبی هم، آدم های خیلی خوبی هم هستن، سادگی
10 تا از مقالات اینو توی مجله تو مقاله خودتون بهش ارجاع بدید. سعی کنید. چرا؟ ریفری برام می‌زنم. ادیتور هم برام می‌زنه. می‌بینه اسم 10 تا مقاله اینو لازمه برای بزنید چون میگه متخصص این کاره. اینا مثلا کیفیت تو فهرست کامل منابع مورد استفاده باید در بخش مراجع زنده. اما این مثالی که براتون اول صحبت زدم، مراجع باید به روز باشه، مربوط به موضوع باشه، در مقاله به اونها ارجاع داشته باشه. گفتم اگر آخرین مقاله شما مربوط به سال 1998 باشه، تقریبا شانسی برای چاپش هیچ جا اگر موضوع شما و تحقیق شما مربوط به تحقیقات روز باشه، مورد توجه هست. علتی هم نه یعنی 2016 و 2016 حساب بکنید. میکنم. خب. اما ارجاع به مقاله چاپ نشده که خیلی مورد سوال. اگر نتایج شما یه مقاله نوشتید، فرستادید به یک مجله. هنوز پذیرش نگرفت. هنوز هیچ نتیجه‌ای نداره. اما مقاله دیگه هم نوشتیم مبتنی بر نتایج این مقاله است. چه کار کنم؟ اول اینکه بهتر تا به دست آوردن پذیرش برای اون مقاله اول تو سفر. اگه نگرانید که کسی زودتر از شما نتایج شما رو چاپ کنه یا اینکه احتیاج به پذیرش دوم برای فارغ التحصیلی دارید یا هزاران دلیل دیگه یا برای ارتقا احتیاج دارید، میتونید اونها رو تو بایگانی های اینترنتی مثل آرکایف قرار بدید و به اونها ارجاع بدید. archive.org یک سایت اینترنتیه که در من ساخت های 1999 هست که قرار بدید شکل مسترش بگرد کرد فعال هست دارد سیار بدید. حدود 20% مقالات ایرانی هایی که رو آرکایف اینها مشکل سرقت علمی هر چیزی رو این بالا نذارید لطفا، یعنی واقعا مقاله رو خوبه اینجا نذارید، واقعا مثل یک مجله هم کار زدی تو اینجا هم ما ایرانی هم داریم که مثلا اما شما وقتی میخواییم به اینجا سابمیت کنید باید یک نفر دیگه که قبلا اینجا مقاله داره شما رو تایید یا بشناسد روی اوپاراتون آشنا باشه اینو تایید دورس کردن به معنی اینه که یه نفر تایید وقتی یه نفر شما تایید کرد میتونی اینجا رو بنابراین اینجا حتما کار خوبه خواهش می‌کنم. یعنی که وقتی مقاله رو میفرستید به مجله جدید مقاله دیگه‌تون هم همراهش کنید و به ادیتور بگید که چون این مقاله مبتنی بر این مقاله است و هنوز چاپ نشده من این مقاله رو همراهش کردم و خواهشم اینه که اینو برای داور ارسال کنید. بسیار معموله این کار هم. اگه نمیخواید به کسای دیگه بدین تو آرکایو اگه بدین همه میمونه. قابل سرچ هم نیست. میتونید به طور اختصاصی برای همون مجله بفرستید. اما ارجاعات جزئی و حاشیه‌ای کلا مشکل ایجاد می‌کنه. پس مقاله رو فرستادین، مقاله دومتون آنچنان مبتنی برای مقاله نیست. حتی تو اشاراتی کردیم بهش. اما غیر حرفه‌ای بودن تو این قسمت مراجع خیلی برای بخش مراجع مهم. اولی که مراجع رو تو شکل‌های مختلف بذارید بسیار این نشون‌دهنده غیر حرفه‌ای بودن فرد. آدمی که نگید اولی نوشه WPR دومی نوشه اول فام اینجا اول اسم نشیان و اسم کوچیکشه بعد فامیلشه اینجا فامیل و اسم کوچیکشه یه جا اینو خورد کرده، اینجا خورد نکرده، یه جا سال آخر آورده باز اینجا بسر آورده و الی آخر اساساً یک نواخ نکرده، حتما باید یونیفای و یه نواخ کنید مراجعتون رو یه دست باشه تو فرمت مجله تبدیل هم کار غیر حرفه‌ای دوم
بس که متاسفانه توی این حوزه‌ای که توی این ناحیه‌ای که ماها زندگی می‌کنیم خیلی اتفاق می‌افته اینه که فقط خودمون رو می‌بینیم، فقط هم به کارهای خودمون ارجاع می‌دیم. خودمون یعنی خودم، یعنی ارجاع فقط به مقاله خود، بدون اینکه توجه کنیم به کار دیگران. مقاله ایرانی اومده می‌بینیم که تو صفحه اولش نوشته مثلا حسینی و رضوی در کروشه یک این کار کرده، دو خط می‌نویسیم این پایین آزمیمسه خودش حسینی هست، حسینی هست در مقاله هست، حسینی اتفاق این کار کرده. از خود چند گاهی تعریف می‌کنه در یه مقاله جالبی حسینی هست این کار این یه صفحه سه دفعه اسم خود شده صفحه دو هست دو تا از خود شده هیچ کسی دیگر هم نگاه نکرده، هیچ سرچی هم انجام نداده، هیچ توجهی به کار دیگر هم نداده. این دیگه ایدئولوژی اصلا بدون برو برد لیترچر به یو نیز و غیر ارتیب بودن تو بخش سه این همون که تو نوشتن یه مقاله کوتاه با انبوی از مراجع مقاله شیست دفعی من دارم شیست دفعی سی چل تا مرجع البته بعضی شاخه‌ها هستن یا بعضی مجلات هستن یا بعضی مجلات هم گزارش دارن، ریویو چاپ می‌کنن، گزارش چاپ می‌کنن، گزارش کوتاه رو چاپ، لتر رو چاپ می‌کنن، یه جایی تعریف شده از جورنالیست یه جایی تعریف شده است، اونا اشکال نداره، ولی علاوه قاعده ما برای مجلات حتی الان برای مجلات اینجا گفتم ما یه شرط گفتیم مقاله که هند صفحه داره باید یک کدیم برابرش حد اکثر مرجع باشه، از مقاله ده صفحه حد اکثر 15 ما بررسی کردیم، نظرسنجی کردیم، به این نتیجه رسیدیم و اعمالش کردیم. شما مقاله رو میفرستید مراجعتون دو برابر صفحهاتون، سه برابر صفحهاتون برمیگردون میگه مثلا به شکل نیم بهش میگن تکنیکال چک. بعضی مجالات همون اول تکنیکال چک کن اونو برمیگردون و میگیم مثلا اگه یه مقاله حد اکثر باید یک چهارمش ارجاعی به خود باشه توتال آوتنس به کل به مجلات حد اکثر یک چهارم تعداد مقاله، پس اگر 20 تا مرجع هست حد اکثر 5 تاش میتونه از کل نویسنده ها باشه، بیشتر باشه برمیگردون و میگیم مثلا میخوایم این فرهنگ رو الان 2 سال این کار رو داره فرهنگ میخواهیم جا این هم مثال میشه 6 34 تا ارجاع این هم نگاه چکیده چکیده حدود 200 هر کلمه باید داشته باشه با کمترین نمادها سعی کنید نماد استفاده نکنید. مغز مقاله است، اولین چیزی که همه می‌بینن چکیده است، چه در مجله ها چه در اینترنت و جای مختلف. ما پیشنهاد می‌دیم چه چکیده ارجاع نذارید، تو چکیده ارجاع نذارید و در این حال چکیده باید حتما اینفورماتیو باشه، به معنای اینکه باید اطلاعاتی باشیم، حرف کلی به دردمون نمیخوره. نمیشه در این مقاله ما بررسی کردیم بعضی نامساویهای کلی رو و نمایش دادیم بعضی کاربردهای جالب رو. کلی شما نباید خودتون از خودتون تعریف کنید، کار خوبی نیست، interesting، significant، این چیزا خودتون از خودتون تعریف کنید. به هر حال این کلی اصلا شما از این نمیفهمید اصلیش چیم؟ گفته ما بعضی نامساویه کلی و بعضی کاربردها رو به دست میاریم، اصلا نمیشه فهمید، اینفورماتیو نیست، هیچ اطلاعاتی به شما نمیده. دوباره یاد گفته که این مقاله مربوط به مطالعه معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و حلاش شده، نتایج اون کارهای دیگران رو هم تعمیم میده، بازم این اینفورماتیو نیست.
شما در این مقاله چی کار کنید؟ حرف ما کار اصلی یه خودتون رو باید تو شکلیه توصیف کنید. اما آرمان، آرمان باید جذاب، کوتاه، واضح و ناظر به نتیجه هست. این رو نگاه کنید. ریزالتی گروتوری، گروتوری یه نظریه گروه ها، خوش یه نظریه هست. کتاب داریم، چند کتاب داریم، یه حوزه مثل میگه این ریزالت، یه نتیجه در شیمی، یه نتیجه در فیزیک، یه نتیجه در بیولوژی، خیلی کلی این دوباره نگاه کنید. آن باناخنجر، باز باناخنجر دار، یه کلمه کلیدی دنیایی برای خودش، یعنی بزنید باناخنجر دار میگه بوری دیویس هزار سفر را آن برای خیلی زیاد خیلی بود. و این هم یه تایتل انخطی، چهار خطی مثلا خیلی تایتل تو داری تایتل باید کتا جزا و نازه به کار املای بر انشای تقریبا همه مجلات از این نوع رنج میبرن، به خصوص اول به وسیله چینی ها. حتی چینی ها یه مرحله میبینسته، مثلا وان سوانگ تو مقاله بعدی سوانگ وان، چون اینا اول اسم رو میبینسن، اول فامیل رو میبینسن، بعد اسم. بعد روال استاندارد اینه که اول اسم باشه بعد فامیل، حتی رو باتی میبینسن، اصلا دیوانه کنند. یعنی اونایی که ایندکس میکنن مثل تامسون رویترز، اسپوتوز، اینا همه بیچاره میشه. اما بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که اینهایی که زبان انگلیسی زبان بومیشون نیست مشکل داره علم ها، و اینها پر از غلط چاپی و خطاهای گرامری. پیشنهاد ما اینه که لطفاً قبل از اینکه مقاله رو بفرستین خودتون چند بار بخونید، به یک دوست یا همکار هم ازش خواهش کنید مقاله رو یک بار بخونید. خیلی خیلی خوب، خیلی اصلا فرق می‌کنه، آدم دقیق هم باشه، خیلی فرق می‌کنه. من اینجا به یک مسئله دقیقی اشاره کنم. ببینید ما داریم یک نفر بود مقاله عینا کپی کرده بود به سمینار، به کنفرانس ریاضی تو مشهد مثلا 11 سال پیش برگزار میشه، بودم من دبیر میشدم چه سال. خب گفتیم که ما تشخیص دادیم، یعنی داور تشخیص داد که کپی بیس جت فلان مقاله است و مقاله را برای ما فرستاد. ما باهاش تماس گرفتیم، گفت که من انگلیسیم شد ضعیف بوده این کاری کردم، این دلیل میشه. بعد که گفتیم نه این کار درست نیست، میدونی چی جواب دادم؟ این کار همه میکنن. چون نه، اولا همه این کار رو نمیکنن، بعدا چون همه این کار رو میکنن دلیل بر این نیست که شما کپی پیست کنید. از اینا راجبی صحبت کنید. ببینید مقاله بلافاصله بسته به سیاست مجله داره. مجلات درجه یک، مجلات درجه یک مثل مجلات عمومی، مثلا خود تردیری مجله از در بوکیون بار هست، این مجله تو همین الان 900 تا مقاله تو سال 2016 دریافت خیلی زیاده. کلی که میتونه چاپ کنه 6 تا داره چاپ میکنه، تو هر کنون 10 تا 12 تا 70 تا مقاله میتونه چاپ کنه، 900 تا مقاله. این مجله ها تا الان، این مجله تا الان 300 تا مقاله برای شما دید. کل مقاله که در سال چاپ میکنه 40 تا است، 4 ایشون داره، هر کنون رو 10 تا 40 تا. تکلیف بقیه چیست؟ تکلیف بقیه عبارت است اینه که داورها اول ادیتورا بسیار سختی رن مقاله رو بلافاصله برمیگردونن، در قدم دوم از داوران میخوان که سختی بشه. یکی از معیارهایی که ما بلافاصله ما در مجلات سابمیشن زیاده انجام میدیم اینه که اگر انگلیسی خیلی بد باشه برش میگردیم، چون نه وقت داریم نه حوصله داریم نه میرسیم مثلا هیچ. و همینطور که میبینیم نوشته که پرزنتیشن این پیپر اصلا قابل پذیرش نیست، بسیاری توس و پر از
حتی یک دعوت رو شروع کلید اینقدر غلط داره که حتی من نمیتونم بخونمش. این مقاله هستش که این داور داوری کرده. ورژن دیگه ای که داوری کنه اینه که با ابزارهای آکروبات ریلر میاد اینا با این سر درد کنن و کامنت هاشو به اینجا میدوستن. یه چیز دیگه که ما رنج میبریم از مقاله ها، از مجله ها، عبارت از اینه که ما شاهد اینیم که وحدت زمان وجود نداره. یه جا زمان حال داره میگه هم جمله بعدش گذشته میشه، بلافاصله ماضی بعید میشه، بعد ماضی نزدیک میشه، پاتی پاتی بیرون کننده هست. ما پیشنهاد واضح داریم برای ارجاع به کارهای جاری. اولا کلن زمان مقاله باید زمان حال ساده بشه، به انگلیسی که میدونست که باید زمان حال ساده بشه کلن. دو اینکه برای ارجاع به کارهای جاری از زمان ماضی نقلی مثلا سبرا مثماتیشن هف استاتی ماضی نقلی و به کارهای گذشته هم اگه ارجاع میدیم با ماضی ساده یا گذشته ساده اون بسه. سوالی ممکنه بپرسیم اینه که شما داریم توی اینترودکشن می‌نویسیم که ما در بخش بعد این کار رو می‌خواهیم بکنیم، حالا اینو بیل بنویسیم یا چیز بهتر زمان حال بکنیم. ولی می‌تونید در اینجور موارد این سیکشن تو بیل بیل شو گرد می‌تونید زمان آیا بکنیم. اینو نگاه بیم مثالی از یک چکلی یک موارد This paper we used گذشته a new method and present با زمان حال رفته جلو. این addition we applied گذشته داره توضیح به این کارش رو داره گذشتهش کرده و باز در دوباره به شکل منجون و جمله رو بیان کرده برای در زمان حال. خیلی متشکرم. روش های متفاوت دارد. در بسیار از مجلاتی که الزویر چاپ میکنه یا شوریگر چاپ میکنه عموماً یک روند ازش تبعیت میشه که این شکل کلی رو داره. شما مقاله رو ارسال میکنید و این میده سوالی که برای ادیتور مطرحه اینه آیا ما در نظر بگیریم برای داوری یا خیر. اگر احتیاج به داور احتیاج به تصدیق داشته باشه همون تکنیکال چک که من خدمتتون گفتم، یعنی مثلا تو فرمت مجله احیانا نیست یا اینکه فرمولا از چارچوبا زده بیرون یا شکل ها قاطی قاطیه یا اینکه انگلیسیش ضعیف هست، اون رو به شما برمیگردونن، به نویسنده برمیگردونن، دوباره این رو باید در چارچوب ریسابمیت بفرسته به مجله. یا اینکه پیشنهاد میدم برای داور. خب اینجا داور فرآیند داوریش رو انجام میده و سوال اینه که آیا اونو بپذیرم برای داوری یا نه. من سوای این براتون موضوع میدم چون خیلی پیچیده است. خلاصه اینه که مقاله‌ای که فرستاده میشه به مجله ادیتور این چیف یا سردبیر ابتدای مجله مقاله رو نگاه کنه. اگر اشکال داشته باشه برمیگرده به نویسنده که تصدیق کنه دوباره بفرسته. اشکالات املایی انشایی و اگر می‌بینید این در چارچوب اهداف مجله نیست بلافاصله ریجکت می‌کنید. اگر می‌بینه که این مقاله اساساً اون استانداردهای مجله رو نداره، یعنی بسیار ضعیفه، الان حالا ما برخی می‌زنیم می‌فهمیم که این مقاله چقدر قوت داره و از شمایلش می‌فهمیم. بعدی ما وقتی یه را هم می‌رفت پزشک هم نگاش می‌کرد تا نرسیده به شاید شروع بود اینجور بود تا نرسیده که میز اصلا نسخه شو نرشته بود میداد دستش برو احتیاجی به ماهی نامی نه. ما هم نگاه میکنیم، ما هم دکتری دیگه بالاخره یه جورایی هم نگاه میکنیم مقاله میفهمیم چکن. بنابراین میخوام بگم که بعضی از اینا هم بلافاصله برمیگرد. نکته کلیدی صحبت من چی بود؟ این بود که مجله های ما عموما مجله های فهرست ها
به خصوص این دفعه اول عموماً 75% رو در یک هفته تا یک ماه اول برمیگردن. 75% معادل. پس معادل شما اونقدر باید خوب اولا خوب باشه، یعنی باید حرفی برای گفتن داشته باشه، نو باشه، و دوم خوب نوشته شده باشه طبق صحبت قبلی من. اون موقع است که میتونید امید داشته باشید حالا سردبیر اینو بفرسته به ادیتور. دوباره همین ریچک رو ادیتور انجام بده، یعنی دبیر مجله دوباره نگاه میکنه آیا اینو بفرسته یا نه به داوری. هم میره دست داور. داور اول یه نگاه میکنه، یعنی ما خودمون تو نامه داوری رو که میفرستیم ازش خواهش میکنیم ظرف یه هفته اول این مقاله رو نگاه کنه که آیا این مقاله ارزش این که داوری بشه داره یا خیر. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه در موارد نچندان کمی داور مقاله رو گفته داوری میکنم ولی نگاه نکرده، بعد از 3 ماه 6 ماه دستش که هست تو دو خط مقاله رو رد میکنه، دو خط کن میسه رد میکنه، میبینی چی نداره؟ چی؟ ما ازش میخوام یه هفته ای به ما یه جواب بده که آیا این مقاله اگه ارزش داوری نداره یه هفته به ما برگردونه، وگرنه 3 ماه میتونه داوری رو انجام بده. نرم داوری 3 ماه است تا 6 ماه. سوالی که بهش خواهی پرداخت اینه که اگر نگفتم شما بپرسید اینه که اگر طولانی شد مدت داوری مقاله ما چه کار باید بکنیم؟ اینو حتما بهتون میگم. خب اما انتخاب مجله بسیار مهمه. اول اینکه مجله باید متناسب با اون مجله که انتخاب میکنید، مقاله باید با مقاله شما با مجله و اهدافش تناسب داشته باشه. اگه نداشته باشه بلافاصله ریجکت میشه. اگه بلافاصله ریجکت نشه یه مدتی میمونه ولی داور ریجکت میکنه و وقتی شما تلف میشه. 3 ماه وایسادین از آخر میرسیم به نظر میرسه اصلا تو حوزه کافی نیست. پس انتخاب مجله که مربوط به کار شما باشه خیلی مهمه. کدوم مجله رو بفرستید؟ به رفرنساتون نگاه کنید. کجاها ارجاع دادید؟ بهترین جا اونجاهایی که قبلا تو حوزه شما مقاله چاپ کرده. این استاندارده. من نمیگم همیشه این کارو بکنید. استانداردش اینه که به مجله‌هایی بفرستید که قبلا تو این حوزه مقاله چاپ کرده. مقاله شما باید دارای مجله‌ای که می‌داریم می‌فرستیم باید ادیتور یا دبیر متناسب با موضوع شما داشته باشه. اگر نداشته باشه ما به شما توصیه می‌کنیم نفرستید. اکیداً توصیه می‌کنیم نفرستید. وقتتون تلف میشه. پس ادیتورها رو نگاه می‌کنید. اگر نمی‌شناسیدشون می‌رید تو گوگل سرچ می‌کنید یا اگر جاهایی مثل اینا رو دسترسی دارید می‌تونید برید مقالات این افراد رو ببینید. ببینید آیا در حوزه‌ای که شما کار کردید در اون موضوع، نه در حوزه خاص، لااقل در موضوعی که کار کردید، اگه تو شیمی عالی کار کردید لااقل این ادیتور تو شیمی عالی تخصص داشته باشه و بعد مقاله رو میتونید به یک چنین مجله‌ای بفرستید. این یک تجربه ایست که من خدمت شما عرض می‌کنم. مجله‌ای رو که انتخاب می‌کنید یک پله از سطح مقاله‌ای که خودتون خبر دارید بالاتر باشه، چون ممکن شانستون بگیره اونجا چاپ بشه. مثلا اگه فکر می‌کنید این مقاله شما برای یه مجله Q3 Q1 تا Q3 اینه که در هر حوزه‌ای مثلا در شیمی ما 500 تا مقاله داریم، 600 تا مقاله داریم، 200 اول نفع ترتیب اهمیت از نظر فاکتور یا ضریب تاثیر مرتب شده، 200 اول میگن چارک اول Q1، به همین ترتیب 200 دوم سوم و چارک آخر. طبیعتاً چاپ مقاله در Q1 در هر حوزه فوق‌العاده است و اهمیت زیادی داره، کوهن زیادی داره، مورد توجه زیادی قرار میگیره و بسیار خوب آدم بتونه به ترتیب در اینجاها مقاله چاپ کنه. بنابراین اگه شما فکر میکنید مقالاتون برای یک مجله در سطح Q3 خوبه، ما پیشنهاد میکنیم در این مجلات این در این پایین Q2 هست میتونید ابتدا بفرستید، شانستون آزمایش میکنید. چرا میگم شانس؟ چون بسیار به داور وابسته است. ما داورامون 3 رده سختگیر و میانی و ساده میبینیم.
ممکنه شانستون بگیره این سادگی را بیرتون بیاد، این بخشی از واقعیت کارش هم نمیشه کرد. و ممکنه شما به یک مجله پایین‌تر هم بفرستید یک کاور سختگیره که خیلی سختگیره، یعنی خیلی دوست داریم مجله مقاله شما این ویژگی ها را داشته باشه، بعد شانسی شماست، کارش نمیشه، بخش شانسی. اگر مقاله رو به یه مجله فرستادی، اخیراً وزیرش گرفتی، ما پیشنهاد می‌دیم مجدد به اون مجله نفرست، یه جایی بفرست. دو دلیل داریم، یکی اینکه کلاً وقتی مقالاتتون همش در یه مجله یا هولوش یکی دو تا مجله چاپ می‌کنی، این بیم پیش میاد که خب شما یا یک لینکی با آدم‌ها دارید، مثلا سردبیر پسر خودتونه مثلا، یا اینکه این بیم پیش میاد که بالاخره این مجله جورایی گرچه تخصصیه ولی به هر حال یه جورای سالگی هستش، این فقط مقالات شما همش داره که این دو تا چاپ میشه، پس ما پیشنهاد کنیم جای دیگه هم تجربه کنیم. بله بله. ما معمولا وقتی که یه داور ریجکت میکنه قبول نمیکنه، ولی اگه یه داور معمولا یه داور ریجکت کنه یا یه داوری دیگه هست که اصلاحات خواسته و اون رو معیار قرار میدیم، یا اینکه میفرسیم به یه داور دیگه و پروسس رو میترکانه شد. پس من ادیتور یه مقاله رو فرستادم به یه داور ریجکت کرده، ولی فکر میکنم این حقش ریجکت نیست، دلایلی داره برای این کار، یا واقعا فکر میکنم مقاله خوبه به عنوان ادیتور و متخصص، یا اینکه گزارش داوری را ناعادلانه میبینن، یا اینکه اساسا گزارش داوری را نان افکتیو یا بی تاثیر میبینن، یعنی افکتیو تاثیر گذار نیست، چیزی به درد بخوری نمیشه، عادلانه نوشته ولی چیزی به درد بخوری نمیشه. در این حالت یا اگه داوری دیگه باشه صبر میکنم تا بیاد بعد تصمیم میگیرم، یا اینکه میام و میفرستم برای داور دیگه که نظرش رو بگیرم. و شده که مثلا برای من یه مجله دو تا داور بوده، یه داور رد کرده یه داور قبول کرده، مجله برای من نفر سوم فرستاده گفته شما به عنوان داور سوم قضاوت کن کدوم یکی از این دو تا انجام بده، من این کارو کردم. بله گاهی اوقات بارنام و گاهی اوقات بینام برای داور سوم دو تا ریپورت ها و مقاله رو میفرستم میگم چیکار کنم، من این کارو کردم. میشه همزمان مثلا این مقاله رو تنها دارم؟ آه، یه عکس جالب هم همهاش هست که فکر کنم شما خوشید. اما وقتی مقاله رو ما داریم به مجله میفرستیم، لطفاً دستورالعمل‌های خاص مجله رو رعایت کنید. کلا ما پیشنهاد میدیم مقاله رو که میخوایم بفرستیم، گرچه این کار سخته ولی انجام بدیم، مقاله رو تو فرمت مجله بذارید بفرستید. فرمت مجله اینه که اگه دوستتونیه دوستتونیشونه، اگه گفته مثلا آدرستون ترش باشه این کار رو انجام بده. پس توی فرمت و استایل مجله این کار رو بکنید، یه احترامیه برای مجله هم که اول از نظر خودم مثلا، ولی هیچ تأثیری در پذیرشش نداره. اینو قطعاً اینو که گفتم این حتما توجه کنید آیا این اوپن اکسس هست یا نه. اوپن اکسس یعنی مجلات، بعضی مجلات فقط مجلات خیلی پولی هست، یعنی پول میگیرن از مثلا 10 دلار شروع میشه تا مثلا 1000 دلار، 10000 دلار تا اینکه مقاله شما رو چاپ. بعضی ها پولی نیستن ولی اوپن اکسس رو دارایند، یعنی اگه شما بخواید مقالتون رو برای همه دسترسی آزاد بهش بدید اوپن اکسس هست و این انتخاب شماست که این کارو بکنید یا نه. این مخصوصا در بعضی حوزه ها که تحقیقات خیلی روزه و باید سریع محققا ببینن، چون که توضیح خواهم داد، گاهی اوقات این کار رو افراد میکنن، ولی کلا برای این ناحیه‌ای که ما هستیم این اوپن اکسس یه داستان دیگه داره که تو این بخش سوم تا چند دقیقه صحبت کنیم. چرا اینو میگم؟
یه نفر یه محقق یه دانشجو دکتری با من تماس گرفته میگه من مقاله فرستادم پذیرفته شده، حالا میگه اینقدر پول بده من نمیدونستم. شما وقتی مقاله می‌نویسید هر مجله یا در قسمت اینستراکشن فور اوترز نوشته یا اینکه در آنلاین ساب میشه یه جایی داره که باید تیک بزنید تو کنسس بشه، چون 90 درصد این منطقه‌ای که ما هستیم اصلا نمی‌خونیم دستور عمل ها رو به همین رو همه تیک میزنیم میفرستیم، احیانا یه جایی این رو تیک زنیم اوپن اکسس رو پذیرفتیم و مقاله رفته و پذیرفته شده. حالا چه کار کنم؟ میتونم بهشون بگم ویل کنم و صرف نظر کنم؟ چون که خواهم گفت این کار خیلی بدیه، بهتره که مقالتون رو پس بگیریم به اصطلاح بگیر را کنیم مقالت چون برای شما رایگان چاپ میکنم، مگر اینکه مجله باشه که این مجله آپشنال باشه اوپن اکسس، بله اون موقع میتونید با مجله تماس بگیرید بدید اشتراک کنید، ولی مجله که اساسا تجاریه و اوپن اکسس هست این کارو نخواهد کرد. یه چیز دیگه هم جدیدن ما میبینیم تو مقاله ها اینه که تای مقاله قبل از رفرنس ها یک اکنالجمنت وجود داره و هنوز داور اینو نخونده نوشته The authors would like to thank the referees for valuable and useful comments. همین که شما هم میخندی اینو خودتون خبر نمیشه خبر اسمونه شرط عدم. آها کی بنویسی؟ فقط وقتی که داور واقعا تاثیرگذار بوده تو کار شما، وگرنه وظیفه من یه دفعه در این جورنال خود من هم یک کامنت هایی به داور نویسنده داده بودم، این برداشت نوش من از داور اینتری تشکر میکنم، از ایدیتور هم فلانی تشکر میکنم بهش برگرد میکنم بودم لطفا این رو حذف کنم زیرا من وظیفه هم دارم از اون چیزی که وظیفه من به عنوان ایدیتور یا سردبیر هست اینه که این کار رو انجام بده، این لازم به تشکر نیست، برداشت خواهش کردم که حذف کنم. کجا باید داور تشکر کنیم؟ وقتی تأثیر داشته. اونجایی که چهار تا غلط کوچیک گرفته در مثلا 5-6 خط مقاله شما اکسپت داده و شما فقط خوشحال شدید، دلیل بر این نیست که تشکر کنید. اوکی؟ فقط اگر باور تأثیرات داشته بود. توجه به محدودیت در تعداد مقالات ارسالی یا تعداد صفحات مقاله. من همین اخیراً یک مقاله رو فرستادم به جایی حدود 30 صفحه بود. این مقاله رفت و پذیرش گرفت، یعنی داور تایید کرد، یه دفعه ادیتور برای ما نامه نوشت که ما نمیتونیم اینو بپذیریم، این مقاله 30 صفحه است و ما فقط تا 20 صفحه چاپ میکنیم. بعد داده بود به داور اون رو گفته بود این بخشا رو من پیشنهاد میدم حذف کنم، اصلا این بخشا رو حذف کنم برای مقاله دیگه بدم، اصلا برعکس ما هست، ما معمولا مقاله رو میشکنیم، یعنی کمتر این اتفاق میفته، ولی خودش گفته بود که بیاید اینو انتقال حذف کنید و ما اینو به 20 صفحه تغییر دادیم و ما خوشبختانه مثبت بود جواب، ولی میخوام به این اشاره کنم بی توجهی کرده بودیم به instruction for outers و اصلاحیه خودمون بی دقتی کردیم نخونده بودیم و در چه فرستاده بودیم معلوم شد زیر 20 صفحه چاپ میشد، اینها رو باید توجه کنید. وقتا گرامبه هاست، خانم آقایون ببینید چرا گرامبه هاست؟ برای خیلی ها گرامبه هاست، یعنی برای همه ما هم گرامبه هاست، چه اونی که میخواد ترکی برامانه، ارتقا برامانه، ترکی پژوهشی داره، یعنی آخر چه برای دانشجویی که به هر حال میخواد فارغ التحصیل بشه، همین که شما مقاله رو میفرستید یه جایی، یه ماه ویت ادیتوره و اصلا هیچ کاری انجام نشد، بعد از یه ماه ریجکت میشه به خاطر اینکه تعداد صفحاتش زیادتر از نرمال این مجله است، همین یعنی وقت تلف و تخصیلت جمعی در بانگری در بشه و شما میبینید یک سال منتظر یک پذیرش مقالتون هستی چهار جامعه فرستادی. خب اما معرفی داور، بعضی از مجالات از نویسندگان میخوان پتانسیل ریفری و داور بالقوه معرفی کنید، این داور بالقوه بسیار بسیار خوبه برای ادیتوران که نگردن دنبال داور، ما تقریبا تو همه مجالاتی که من فعالم اینو دارم و بسیار از مجالاتی که من میبینم همشون اینو میخوام، بیشترشون اینو میخوام. خب بعضی از ادیتورها اصلا به اینایی که شما معرفی میکنید نمیفرستن،
اصلا مصرن به این آدم بزن. در واقع شما راهنماییشون میکنید به کیا نفرستن. بعضی مجلات هم ساجستد ریویور داره هم اپوزیت ریویور داره، یعنی کسایی که شما مایل نیستید به اونها دارن بفرستید. و باز اونها کسایی هم که اگه شما بگید گفتن به این نفرست ممکنه ایدیتور بفرست، مخصوصا اگر آدم شاخصی باشه. نه این مسائل بعد توضیح بدید شما. منظورم اینه که به طور غیر اتیس نمیتونید جور. وقتی میتونید این داور بعد میتونید به خاطر که همکار پژوهشی من توی 3 سال اخیر یا میتونید ایشون مثلا به ایشون نفتید چون که این دانشجو دکتری من یا این سوپروایزر من، این مال ایناست که شما خودتون بگید به اینا نفتید. اوکی؟ ولی ما دقیقا سوپروایزرمون و دوستمون و برادرمون رو الی آخر رو معرفی می‌کنیم. داور شما باید متخصص باشه. داور باید دارای تحقیقات کافی تو مجلات فاخر باشه. باید همکار شما توی گروه آموزشی نباشه و ترجیح ملیت شما رو نداشته باشه. بیش از 80-90 درصد ماها باز می‌کنیم منطقه منطقه خوبی هم از چین شروع میشه میره تا عربستان و این برونبر کلن اولا اینا رعایت نمی کنیم. یعنی وقتی میگن داور ببینیم اولا همکارمون و هممدیتمون و برادرمون و پسرمون و الاخر رو پیشنهاد کنیم. لطفا این کار نه نشونه غیر حرفه‌ای بودن و در موارد اصلا ما می فهمیم آدم یه جایی داره کلک میزنیم. اصلا آدرس ایمیلاشون همون ایمیلای انستیتو و دانشگاه خودشون. پس ما پیشنهاد داریم که حتما آدمهایی باشه ترجیحاً از ملیت شما نباشه، ترجیحاً همکار شما تو همین دانشگاه نباشه و بالاخره تحقیقات کافی داشته باشه. مواردی که داور رو سبک انتخاب بکنه که ما میفهمیم به شدت روی متن مقاله حساس میشه. این معنی خودش چطوریه؟ اینا تقریبا معمولا در 99 درصد موارد ریجکت میشن. یعنی کسی که این کارو میکنه آدمیه که به خودش مطمئن نیست. مرسی، جمعه بسیار قشنگ. اما بعد از ارسال، شما مقاله رو ارسال کردید، چه رسته؟ پیشنهاد ما 4-6 ماه بعد از نسخه اول هست و اگه بگیم چی کار کنیم، میگیم کار کنیم رو مقاله رو بردیم. اگر 4-6 ماه، مثلا 6 ماه وایستادید، معمولا من 4 ماه وایستم برای رشته ریاضی، جایی دیگه ممکن متفاوت باشه. بعضی مجالات یک سال نور میشه، پس باید تا یک سال باست. بعد باید یک نامه لطیف بنویسیم. مثال چه باید میذاشتم؟ این نامه لطیف اینه که مثلا من ترجمه میده که یک چین جمله قشنگ بگیم که I'm not sure it is the right time to contact you. من مطمئن نیستم وقت خوبی برای تماس باشم. با این حال از شما قدردانی میکنم اگه به من بگید استاتوس پیپر من یا وضعیت مقاله من چی؟ و بعدم تشکر میکنید دو تمام در دو خط تمام. ولی متنای دیگه و بخصا متنای تند و این دو چیزا سرنوشت بدی داره. اگر هی میفرستید یه هفته باید بسید جواب نداد دوباره فوروارد میکنید من نفسش بالا بیم اونم جواب شما دیده. همه ادیتورها، همه ماها یک متن آماده داریم برای ریجکت. این متن رو براتون می‌فرسته و یک بار می‌فرستید، یک ماه صبر می‌کنید تا جواب بگیرید. اگه جواب نگرفتید، بعد دوباره می‌فرستید. من مقاله رو این مقاله 20 صفحه 30 صفحه که صحبتش کردم بعضی که 20 صفحه کردیم یه ماه پیش ما فرستاده بودیم به مجله. خب هریجا به ایدیتور مجبورشم بپرسم چون کاری نداشتن یه نگاه بکنه و دیگه تمام شد. فرستادم بدون چی جواب داد؟ کل عذرخواهی که اصلا من ایمیل شما دریافت نکردم. من دیشب داده ایمیل شما دریافت کردم و الان پذیرش شد. یک ماه بر سر ارد ببینید فکر نکنید یه ایدیتور فقط داره پیپر شما رو هندل می‌کنه. یه ایدیتور ممکنه
چند معمولاً آدم های حرفه‌ای چندین جای مختلف ادیتورن و داوری میکنن کارهای تحقیقاتی خودشون رو دارن گرفتارن. فکر نکنید فقط کار شما رو چرا جواب نمیده. مجله هستش فیلومات که مورد توجه ایرانی ها زیاد هست. فیلومات مجله ریاضیه تو سرمستان چاپ میشه. این الان 400 تا مقاله پذیرفته شده داره و همکارای ایرانی ما این دائم این مقاله میفرستن و این دیگه جواب نمیده. سرگردش من ایدیتوری مجاله هستم و سرگردش جواب نمیده. چرا؟ چون همه دائم میپرسن. اگر خواستای ما عجیب غریب هم هست دیگه، مثلا ما میخوایم دفاع کنیم اگه ممکنه من میخوایم ارتفاع پیدا کنم اگه بشه من جواب نمیده. خودمون رو فقط ببینیم این مجله 400 تا مقاله پذیرفته شده الان داره و این مدت 6 ماهی اصلا متوقف که پذیرش مقاله داره. ولی میخوام به این اشاره کنم که این 400 تا اصلا ایمیل میزنیم نمیشه مقاله ما رو زودتر چاپ کنیم. اون 400 تا دیگه 399 نفر دیگه هم همین خواست رو دارن. حالا بعضی این خواست رو اعلام نمی کنن ولی علل قاعده این خواست رو دارن. چی میخوام بگم؟ هی میفرسته به سردبیر جوابشون نمیده. بعد ناراحت مثلا من اینو میذاره که جواب منو نده. من چه کارم؟ نه جواب من خیلی حالا بسیار آنلاینه. من اصلا آنلاینه. بیره بینیم مثلا ساعت 5 صبح اینو جواب میدم. نه حالا برای این مورد چون مثلا دو سه نفر از اصفهان و تهران اینا فرستاده بودن که من میشناختم چون آدم محققای خوبی هستن. مثلا من خودم سرداری تماس گرفتم و گفتم ببین چی و جواب من داد بهش معتبر داد. این جوابش روتینه. لطفا سر کارش نمیتونم ولی خب بالاخره این جواب بهش داد. فرستادن نامه یادآور. این نامه دیفالتی ما برای کسایی که هی نامه میفرستن مقاله ما چی شد مثلا اصلا یه نفر مقاله فرستاده باور نمیشه. دو هفته بعد اینو میذاره که مقاله ما چی شد. ما الان توی این مجله ها 2017 رو کامله یعنی ما الان 2018 رو شروع کردیم از بعد این و نورمون همون 3-4 ماه هست از تلاش که کار انجام میدیم ولی میپرسه که دو هفته پیش فرستاده مقاله ما چی شد. این جواب جالبی داریم. اینو من وقتی در نموزشکی که هم کلاسی من هست و در نموزشکی تو مکتبش نوشته که اگه وقتی وارد شدیم میگه که ما گاهی اوقات یه اتفاقاتی میفته یه بیماری وجودی یه وضعیت اورژانس پیش میاد که ممکنه باعث طولانی شدن مداوای بیمار بشه و بعدش وقت شما طولانی بشه و به شما نرسه. اگه برای شما امکان نیست که صبر کنید لطفا وقت دیگه رو با منشی عمل کنید تشریف بیارید چون مرد مؤدبانه چیزی شبیه اینو من تقریبا آماده کردم و میفرستم از سال هست. خلاصش اینه که اگر ما خواهش می‌کنیم که کمی صبر کنید و اینها یه چیزی خارج از کنترل ادیتور هست و واقعا خارج از کنترل ادیتور حتی ما به داور ایمیل می‌زنیم جواب نمی‌گه و بهش میگیم که ما پیشنهاد می‌دیم یکم صبر کنید ولی اگر شما نمی‌تونید صبر کنید می‌تونید پیدرتون رو جای دیگه بفرستید ویدگران کنید و جای دیگه بفرستید. ولی ویدگران بگم ببینید مقاله رو می‌فرستیم به این مجله جواب نمی‌دید اصلا ادیتور جواب نمیده. دریافت شد دریافت نشد بسیار یک بلای وحشتناک برای بعضی از مجلات هست و شما فکر می‌کنید با اینا چیکار کنید؟ یه ماه فرستادیم یه بار میگم فرستادیم اصلا جواب نمیده دریافت شده یا نشد. کاری که من خودم خیلی ما میگردم اولا کلا بفرستید جایی که آنها حساب میشه داره. این اول ترجیح اول با ایمیل ترجیح نفرستید. اگه میتونید جایی بفرستید که آنلاین حساب میشه که وضعیت مقالتون میتونید ببینید چک کنید. دو اگه جواب نداد یه ماه گذشت مثلا تو آدرس اگه تو تابستون بفرستید اونو همشون تو تعطیلات جواب نمیدن. ولی اگه تو وقت معمولی تو مثلا اکتبر دارید بفرستید باید جواب بدید. اگر تا یه ما جواب نداد به ایمیل شما جواب نداد با یاهوتون هم فرستادید چون گاهی وقت ایمیل شما میره تو بالک اسکریات اسپم فولدرش و نمیبینید
با یاهوتون یا جیمیلتون هم میفرستید بازم جواب میده و کلن ایدیتور اصلا اگه ایسان این چیه پیش آدم جالبی نیست باید فیلتراش کنید من پیشنهاد میدم من نامه که خودم میدونستم خیلی محکم آره میگم من تا سه روز وای نیستم اگر تا سه روز جواب ندید فرض میگرم که شما فیلترا کردید و فیلترسن جالبی و واقعا بعضی از این مجله ها اصلا جوابو نیستن و خیلی خیلی وحشتناک و بازم جواب نمیده ها یعنی فکر نکنید فکر نکنید مثلا که نه ببخشید اصلا میدونی اینا کجا اینا واسه شما تو آمریکا اینا رو پیدا نمیکنید اینا مثلا تو اندونزی و اینجور جاها این مجلات هستن که اصلا جواب نمیدن مثلا کویت اگه مجلی باشه مثلا همین ایران خودمون مجلاتی دارن که پاسخ خوب نیستن باید بگید نامتون رو فوروارد کنید بگید من چندین بار تماس گرفتم و ویدیو کرده بودم لطفاً ویدیو منو قبول کنید. می‌خواستم بگم وقتی ویدیو رو می‌دادم اون که شکل بسیار خاصی بود. واقعاً مقاله رو فرستادیم 6 ماه صبر کردیم 9 ماه صبر کردیم. من کلا بیشتر از 6 ماه وقت نمی‌ذارم. برای ویدیو تجربه من اینه بعد از 6 ماه 7 ماه 8 ماه ویدیو اما اگه شما بازم احساس میکنید آخه ویدرام خوب نیست به خاطر اینکه شما 6 ماه واسطین فکر میکنید طولانی شده ویدرام کنید یه جای دیگه میفته من واسه 6 ماه طول میشه اینجوری هم نیست یعنی اگه میتونید صبر کنید بهتره صبر کنید ما در این مثلا ما برای این مجله ها برای اینا 3 ماه وقت میدیم یه ماه اضافه داریم 4 توی سایتمون نوشتیم که اگه 4 ماه گذشت دریافت نکردید میتونید با ما تماس بگیرید خود خانم آقایون بعد از 4 ماه تماس میگیره ما چی بشه؟ استاندارد جوابمون اینه که ما به شما پیشنهاد میدیم که یک کمی دیگه صبر کنید یک کمی دیگه صبر کنید و اما اگه یک کمی دیگه صبر کنید معمولا 99% چون قبول میکنم و صبر میکنم و تا اون موقع جواب میاد چون خود ما پیگیری هستیم هم سیستممون سیستم های آنلاین صاحب میشیم خوبیش اینه که ریمایندر میفرسته به داور یعنی ما برای داورمون وقتی سه ماه یه هفته قبل از اینکه سه ماه تمام بشه یک ریمایندر میره یه روز بعد از ددلاین یه ریمایندر میره دو هفته بعدش هم یه ریمایندر میره بعد دیگه خودم دستی هندل میکنم یعنی اونهایی که جواب نمیدن به ادیتور ایمیل میزنم شخصی میگم که ایمیل میزنم و بهش میگم لطفاً با این پرسونالی با ادیتوری تماس بگیر و ازش بخواد دو هفته ای برامون بفرسته و معمولا جواب میگیرم باز در 99% این مقاله جواب میگیرم اگر ادیتور جواب نگیره چون که این اتفاق افتاده دوباره خودم به عنوان ادیتوری چیف ایمیل میزنم میگم ما خیلی دوست داریم ریپورت شما رو داشته باشه وگرنه مجبوریم مقاله رو برگردونیم بنویسیم و در این نوع موارد اگر هم بازم جواب نگیریم یعنی از 6 ماه شده جواب نگرفتیم نویسنده ایمیل میزنه میگیم این وضعیت پیش اومده ما داور فرستادیم جواب نداره اگه مایلی میتونید ویدرا کنید پس میدید وگرنه ما به یک داور دیگه میفرستیم که این داوری علی قاعد 3 ماه طول کشه و معمولا قبول میکنن که باز سر بنابراین بفرمایید امتیاز مقاله چجوریه یه بار دیگه امتیاز مقاله بله برای داور برای ویراستار برای خود پژوهشگر امتیاز از نظر اینکه دانشگاه ها چه خواهند من امتیاز میدن هر این ما که برای داوری و ادیتوریال گفتی چی نم اخیرا مثلا اگه یک مقالی که شما تو کیوان چاپ کنید مثلا 10 امتیاز دانشگاه بهت میده 10 پوینت بهت میده برای کار ادیتوریال بورد اگه دبیری یک مجله اونجوری رو داشته باشی حدود از سال یک امتیاز تا دو امتیاز یه داوری هم اگه بکنیم برای نمیدونم آیا دکتر سایدی شاید نیم امتیاز به ازای هر خیلی کمتر آره هر ستا یه امتیاز هر ستا یه امتیاز قدیمان که اصلا نه ولی اخیرا یکم بهتر شد ولی کلا این کارها ولنتیر و داوطلبانه است و کلا داوری و کار
کار ادیتوریال بود بدون دستمزد هست باشه. ولی من مجلاتی مثلا تو همین سمت خودمون کشورهای عربی اردن و اینها داوری کردم که مثلا چک 100 دلار چک 100 دلاری برام فرستاده مردم به خاطر تحریم ها و اینا اصلا نمیتونستی نقد کنیم از بعضی که بعضی مجلات خوبه خفا زحمه ناچیزی تو ایران میدن جواب نگرفته. ما درک میکنیم این رو. ببینید ایمیل میزنیم فرستادیم به با ایمیل فرستادیم جواب نداده یا اونکه جواب داده توی اسپم با فولدر شما رفته گفتم اونم حتما چک بس یا اونجا رفته به هر حال واقعیت این فرض میکنیم جوابی نداده شما دوباره ایمیل میزنید آیا این مقاله ما رو دریافت کردی یا نه یکی دو سه تا ایمیل میدادیم چهار تا اینجور موارد اصلا بمبارونش کنید کنید خب؟ این جواب بدید بعد از یکی دو ماه آقای دکتر شما نمیتونید مقاله رو نگه دارید مقاله اصلی کارتونه مهمه کار اوریجینال الاخر چاره ای ندارید این پیشنهاد من شما چی پیشنهاد دارید؟ من هر دیگه که تو در اون ویدیو کانفر نشده اصلا جوابتون نمیده چه کار بکنه مقاله؟ خیلی تو منیجینگ اصلا بذاری من آقای دکتر رو فرض کنم و همونم راست میگه میگم با منیجر ادیتور یا بعض از ادیتورها تماس میگیریم با اونم تماس میگیریم جواب نمیدیم بذاری من یه مثال بزنم یه مثال بزنم آره الان میگم آقای دکتر کار غیر اخلاقی ولی همیشه قاعده وجود داره ببینید این از اون استثناءی است که شاید شما تو صد تا مقاله که بفرستید یکی اینجوری بشه ولی واقعیت اینه که بعضی اینقدر بدشانس که همون مقاله اولش رو اینجوری بشه اینم هست شما هرچی من ایمیل میزنید چی شد کانفرم کن دو ماه سه ماه سه ماه الان مقالهتون فرستادیم به مجله پنج شش ماه فرستادیم ایمیل جواب نگرفتید خیلی استثنائیه اصلا نگران نباشید ها خیلی استثنائیه آخر چیکار کنید شاید اینه که برای مدل دیگه ساخت میکنه در واقع برای دکتر بنویسه که من مثلا سه ماه پیش این مقاله رو به این مدل ساخت کردم و در ایشون مثلا بعد از 6 ماه برام جوابی ندادن به این ایمیل هم میتونم برای اون ارسال کنم آره تقریبا قبول نمیکنم مجله قبول دارم حرف شما رو خب ولی یه جایی من دستمون بسته هستش اینا مثل آور تو وقت دسته نه اصلا آقای دکتر شما فقط بگید من مقاله اوریجینال دکتری که سه ماه فرستادم هر چی میذارم جواب نمیده و این مقاله تک مقاله دکتری منم هست میخوام باهاش فارغ التحصیل بشم بعد از 6 ماه یا هر چیز دیگه یا ارسال میخوام شما اصلا جواب ندادید هر چی ایمیل میذارید جواب نمیده شما چیکار میکنید شما اونم درست کردن برای مجلی دیگه میخوام ساخت میکنم میفرستین اونم ریجکت میکنه هر جا میفرستین ریجکت میکنه میرای تو با اون ایدو در جریان قرار میگیرید شما برای داوری ارسال شده اعتماد دارید
آره من فکر میکنم حالا من تجربه اینه که من تجربه من پیشنم بعد از همین کارهایی که شما کردید که سه ماه مثلا طول میکشه به منیجر ادیتور بعضی از ادیتوراش هم حتی ایمیل زدیم جواب نگرفتیم، پیشنهاد من اینه که این نامه شما بفرستید بعد بفرستید مجله دیگه. خب اگه بعد شانسی آوردید این اتفاق افتاد یا این اتفاق افتاد بعد دیگه باید شهر اون موقع میتونید شهر اوکی، ولی قبل از اون نمیشه. قاعده اینه، قاعده همون چیزی که شما میگید ولی یه استثناء اینجا اتفاق افتاد از دست شما خارج شد. خب آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر اسکن این نامه رو در واقع فهمیدی ما بفرستیم ببخشید اون نامه رو در واقع نامه ویدرو پیشنهاد ویدرو مال سردبیر دیگه فهمیدی یک تمپلیتی دارید که زمانی که من آتور و نویسنده تصمیم به انصراف و ویدرو کردن اون الگوش رو هم اگر برای ما نشون بدید و سمترش ندارم، ولی خلاصش این بود که میگید من مقاله راست دو ماه پیش برای شما فرستادم ولی هنوز شما کانفرم نکردید رسید به این مقاله رو. خب خواهش مندم اگه دریافت کردید رسید اعلام بفرمایید، ولی اگر من تا سه روز دیگه از شما ایمیل نگیرم اجازه میخوام که این مقاله رو بجید. فرض بر این میگیرم که شما I assume that you accept my withdrawal and I will submit it to another room. خیلی سال میگین که من سر و سم بودم که جواب شما میگم، بعد از اون فرض رو بردیم که شما ویدر آمین که فنا پذیرستیم و میفرستم جواب. خیلی استثنائی، ولی همونجا آقای دکتر گفته که این نه نرم، نه عرف، نه هم میتونه معیار چیزی باشه. اصلا نگران این نباشید، برای شما اتفاق میفته. من تجربه بگم چون اتفاق میفته، من یه مقاله فرستادم برای جورنالی رشتت کنم بگید فردا صبح به پذیرش. بعدم به دنبالش هم یک نامه میاد که یک فاکتور برات میفرسته که مثلا 100 دلار به 20 دلار به این حساب باریس و به این چهار عموما و در اکثر مورد اینها موسوم به بلکلیست، یعنی دعاوری انجام نمیدن.
تا جایی که این رو مجلات رو دانشگاه ها و وزارت علوم و دانشگاه هایی مثل دانشگاه فردوسی تشخیص دادن، اینا رو توی یک فهرستی آوردن به نام بلک‌لیست و میگن به این مجلات نفرستید. لیستش تو سایت دانشگاه فردوسی و وزارت علوم هست. حالا وقتی که شما مقاله رو میفرستید، داور از شما ویرایش میخواد، ریویژن میخواد. ویرایشی که میخواد چه کار باید بکنید؟ اول اینکه من تاکید میکنیم حتما اون کاری که داور گفته حتما انجام بده. همه اون کاری که گفته انجام بده. اگر اینجای داور اشتباه کرده، نمیزید به ادیتور داور شما اشتباه کرده است یا خطاب به داور شما اینجا اشتباه کرده. خیلی لطیف میتونیم توضیح بدیم. اصلا ما پیشنهاد میدیم که حتی تو خط تو ریسپانس به ریفری نامه که می‌نویسید اصلا نمی‌نویسید شما اشتباه کردید. شما می‌نویسید ما فکر وی سینک یا آی سینک مثلا این اتفاق افتاده. چون بیرون صحبت بعضی همکاران گفتن که تو علوم انسانی ما به جای وی آی رو استفاده می‌کنیم. اوکی. حرفایی که ما می‌زنیم یک فرمت یا شکلی است. منحصر به فرد نیست. چیزهای دیگه هم وجود داره برای این حرفایی که من می‌زنم. شکل‌های دیگه هم وجود داره. چی می‌خوام بگم؟ نه مثل داور اشتباه کرده. بلکه می‌تونید فقط بنویسید ما فکر می‌کنیم این مثلا مطلب باید به این شکل باشه. اصلا نگیم که داور اشتباه کرده. اصلا اسم داور رو نگید. مثلا شما چی میگم؟ شما بگید ما فکر می‌کنیم این باید اینجوری باشه. همین کافیه. اون داور که بعداً می‌خونه می‌فهمه شما چی. در جایی که بین شما در جایی که به سلیقه مربوطه، یعنی بین نظر شما و نظر داور فقط سلیقه ایه، ما پیشنهاد میدیم و تأکید میدیم نظر داور رو برای احترام رو انجام بدیم. تا دو ماه برای ویرایش با اصلاحات جزئی باید صبر کنیم تا جواب بگیریم. اگه جواب نگیریم ایمیل بزنیم. و برای مقالات با ویرایش دوم بین 3 تا 4 ماه باید صبر کنیم که اصلاحات کلی بخوایم. میجر میشه اور ماینر میشه. اما اگه مقالتون رد شد چیکار کنید؟ حرفه‌ای ترین کار اینه که مقالتون بفرستید به یک مجله دیگه بدون هیچ گفتگویی و هیچ تماسی با ادیتور و مجله. این برای ما ایرانی کار سختی این کار رو نکنید. چرا؟ چون این مقاله اومده داور اصلا ناعادلانه رد کرد. حتی داور اشتباه یه چیزی رو رد کرد. خب؟ وارد بحث گفتگو با سردبیر و دبیر و اینا نشید با مجله. حرفی ترین کار عبارت از اینه که دادم استشار کنم خیلی ناراحتی مقاله رو به یک جایی دیگه مقصد ببینید شما من توصیه هم کردم پیشنهاد دادم به شما که شما مجله رو مقالت اینجا هست توی سطح خودتون میدونید ولی میفرستید اینجا ها الان ریجکت شده دیگه حالا بیان یک قدم پایین تر اینجا ها بفرستید یا به درد اینا نمیخوری بیان توی اسکوپوس این کاری که دانشگاه ما کرده که واقعا به کیفیت باهاره به بعد اینها رو در نظر نگرفته حالا این که در نظر نگرفته نمیدونم این که به اینها باهای خوبی داده واقعا جای تردید داره و الان صحبت خواهد کرد تو صحبتی دو بود خب این مرحله صحبت من این بخاطر این قسمت سوم صحبت بود و من اینو اولش کردم خیلی متشکرم من قسمت دوم بلافاصله قسمت سوم صحبتم که اونم کوتاه هست شروع خواهم کرد. به علاوه علمی یا در چارچوب کلی اخلاق علمی یاد می‌گیرم. من کلا می‌خوام فقط تجربه‌ای که چیزایی که وجود داره و چیزایی که خودم دیدم در به اصطلاح اینها رو با شما شیر کنم و اونو در به شما برسونم و یه مقدار بگم چه کارهایی رو نباید بکنیم و چرا. چراش مهم‌تر شد. این در یونان باستان وقتی یه نفر دزدی میکرد میگرفتنش و مجازاتش میکردن اما نه بخاطر اینکه دزدی کرده بلکه بخاطر اینکه دست پا شلوف بوده و گیر افتاده ما کلا بحثی که من میخوام بکنم واقعا من واژه سرقت علمی رو خودم خوشم میدونستم من بیشتر میگم غفلت علمی لااقل برای مجموعه ایرانی خودمون در بسیاری از موارد واقعا یه غفلت خب بالاخره اشتباهاتی که آدم ها می کنند و نباید کرد این کلیش ببینید
تایتلی هست به نام پابلش اور پریش، یعنی یا چاپ کن یا بمیر. یعنی ماها دانشجو دکتری باید یا مقاله چاپ کنه یا باید اخراج بشه بره. موضوع اعتمی یا مقاله باید چاپ کنه یا اخراج بشه بره. جای دنیا زمانهای قدیمتر اصلا اینجوری نبود. ولی الان مثلا باز تو کشور ما خیلی مسئله حال شده. اول اینکه من اعتبار دارم پژوهشگرهای جوان ما نیاز به مراقبت دارم، یعنی مثل یک نهال باید ازشون مواظبت کرد. و اگر کشوری مثل ما یا دانشگاهی مثل ما میخواد ارتقای کیفی بده، علاقایی باید تدریجی بشه. یعنی یک زمان گذر لازم برای اینکه برای پاشون به این سطح که مورد سطح کیفی مورد نظر بسید. مثلا شما نمیتونید یه دفعه بگید من از ترم بعد فقط مقاله جی سی آر از همه شما قبول می‌کنم، یا دانشجوی دکتری از همین امسال یا ورودیای امسال با مقاله جی سی آر قبول می‌گیرم. این کارو نمیشه کرد. نتیجه چیه که آدما خوش بشن. پژوهش اصلا با بقیه قسمتا فرق می‌کنه. پژوهش خیلی خاصه. کمترین اشتباهی که ما انجام بدیم درخت این پژوهش رو این پژوهشگر رو خوش می‌کنه. بنابراین میخوام بگم که یه بخشی از حرفایی که الان میخوام بزنم سر این فشارهایی که رو آدم ها داره میاد. اینا رو هی تو من گره دارم گلوشون رو میگیم. آموزشی، آقل آموزشی، آقل پژوهشی گلو رو گرفته، یکی از این برمیکشه، یکی از اون برمیکشه. برای این آدم های جوان، این استادی های جوان ما، این دانشجوی دکتری ما، این احتیاط ها خیلی لازمه. ولی برای آدم مثل من، یا آدمی که دانشجوی، یا آدمی که استاده، این درختیه که الان شکل گرفته، بعد از این باید میوه خوب بخوایم، کار خوب بخوایم، شوخی هم نداریم، سر کردن. ولی اینا رو باید یه مقدار بهشون رسید، که من باید بهشون توجه کنم. حالا چطور اونو دیگه برحال خود این مدیرانی که مسئول هستن از سطح وزارت های پایین بایستی کار انجام کنید. ببینید یک کتاب مقالی یه بار نوشته میشه ولی بارها خونده میشه و ضمناً میمونه روی اینترنت. یعنی شما هر کار بکنید دیگه ثبت میشه روی اینترنت و حذف نمیشه. مقاله شما اگر ضعیف باشه توی این مجله بلک لیست چاپ کنید دیگه میمونه. ما همکاری داریم سه تا مقاله توی بلک لیست چاپ کنه، آدم پژوهشگر قابلیه. ولی میگه من آزم ده مقاله رو بدم اینا رو بردارم من برداشته نمیشه اینا دیگه میگیم. اما قفلت علمی که بحث امروز ما هست و من خب ضمنه که میگم این کارا نباید بشه عرف نیست، در این حال یه تأکیدی دارم برای یه چیز خیلی مهم. حرف آخر ما اول میزنم اون اینه که ببینید ممکنه خر ما از پر بگذره، ممکنه ما یک کاری بالاخره بکنیم، ولی اصل مطلب اینه که ایرانی جماعت، دانشمند ایرانی مورد آسیب قرار میگیره و اگر ما اشتباهی بکنیم، خطایی رو انجام بدیم، این خطا به حساب ما نوشته نمیشه، به حساب تمام ایرانی ها نوشته میشه و بعد به حساب تمام آسیایی ها نوشته میشه، شرقی ها نوشته میشه و بعد هی شما مقاله می‌نویسید به این مجله ریجکت میشه، به این مجله ریجکت میشه، می‌بینن از ایران فرستادی ریجکت شده. خب اشکال از اینه، یعنی ما کار رو برای دیگران و برای آیندگانمون خراب می‌کنیم و برگردوندن این چهره خراب شده خیلی خیلی سخته. خراب کردن راحته، درست کردن این چهره سخته. خب حالا من چند تا رو برات گفتم. یکی اینکه اولا خب پیست بخشایی از مقالات قبلی خودتون، حتی ما سرقت علمی از خودم داریم، سرقت علمی از خودمون هم داریم، این مجاز نیست. نمیتونیم بخشایی از این مقاله قبلیتون توی مقاله جدیدتون بذاریم سابمیت کنیم، این اجازه هم نداریم. ساده ترین نه فقط این که تکراری هست و این حرفای اخلاقیش، بلکه وقتی شما مقاله رو در یه مجله چاپ کردیم معناش اینه که حق امتیاز بهره برداری از این مقاله مال اون مجله است و مثل اینکه شما جنس یه نفر دیگه رو برداشتین دارید باز جای دیگه ارزش می‌کنه. خب
اوکی؟ وقتی شما کپی رایت نامه، کپی رایت فرم رو امضا میکنید، یعنی امتیاز این مقاله رو دادین به این مجله. نمیتونید جای دیگه. و بدتر این که از دیگران بدون اینکه توضیح بدید، بدون اینکه ارجاع دهید. من ارجاع دهید رو تاکید میکنم. جلسه ساعت پیش گفتم طرف برمی‌داره کپی پیست میکنه، برای اینکه رد بکنه اسم اون مقاله رو میذاره تو قاطی 40 تا مقاله که اصلا هم دیده نمیشه. ولی واقعیت اینه که این یک نوع کار خلافه و نباید این کار بشه. استفاده از اشکال و داده های دیگران هم مجاز نیست، یا حتی این داده ها مربوط به یک مؤسسه مثل دانشگاه فردوسی تری رو گرد کرده، هزینه کرده و این در مورد مقاله اومده، داده ها اونجا ذکر شده، شما نمیتونید از این داده ها دانشگاه مشهد، دانشگاه احواز و یا پایان‌نامه یه نفر دیگه، اصلا داده های پایان‌نامه یه نفر دیگه رو یه دانشجوی دکتری مال یه نفر دیگه رو مثلا دانشجوی ارشد یه نفر برداشت آورده تو تز خودش، نمیشه این کار کرد. این کار بدون ذکر دقیق مرجع و بدون اجازه گرفتن غیر مجاز حساب میشه. باید این کار کرد. و بالاخره استفاده از ایده‌های دیگران هم بدون ذکر مأخذ، شما که در جلسه قبل گفتید، اینها نمونه های صریح و واضح است از سرقت علمی عربی که باید مواظبت کرد. همونجور گفتم اصلا نگران نباشید وقتی شما کپی پیست میکنید. حالا من گفتیم اگه جملات رو کپی پیست اینن کردید حتما داخل گلیمه بذارید مرجع و سفر رو بدید. اگر با زبان خودتون نوشتید و ایده رو از جایی گرفتید یا داده های جایی رو گرفتید، باید ارجاع دقیق بدید و این ضعف کار شما حساب نمیشه. من قطعا دارم به شما میگم بر اساس یه تجربه چند ساله به شما میگم که داور این رو به عنوان ضعف شما حساب نمیکنه. ضعف شما جاهای دیگه بروز میکنه. یعنی مقاله‌ای که ریجکت میشه نه بخاطر اینکه خب بالاخره از یک ایده‌های کسی دیگه استفاده کرده، خیلی مقاله به دلایل دیگه که گفتم ریجکت میشه. یکیشون اینه که فاقد اصالت و فاقد یه چیز نوعی هست یا اونقدر عمیق نیست که در این مجله تیموان چاپ بشه. و خیلی از مجلات مقالاتی که ما ریجکت میکنیم نه اینکه بگیم غلطه، برای داور نمیزه نتایج صحیحه و ارزش چاپ داره، ولی به درد سطح این مجله نمیخوره، باید به این مجله دیگه ای میفرسته. اوکی؟ خب این اولی دیدی یه نمونه هست از یکی از اولین مقالاتی است که متاسفانه کار خلاف اخلاق انجام شده. چند نفر گوسفند، بز، بره سفید مقاله رو نوشتن راجع به خوردن کله پاچه، زبون، چشم و البته پاچه و این رو چاپش کردن در سال 2009. آدم هایی که این کار کرده بودن مال این بود که بیان نشون بدن این مجله، این مجله یک مجله ضعیفیه که فاقد پروسه داوریه. برای اینکه اینو نشون بدن یه مقاله عربی درست کردن فرستادن به این مجله و این مجله هم چاپش کرد و بعد اینها اینو انانس کردن، آیه‌ای کردن که این مجله بدون چی چاپ میکنه، بدون اینکه بخونن و داوری کنن چاپ میکنن. اشکال کجاست خانم ها؟ حرف اول من و من هر بار تکرارش میکنم، اشکال اینه که این مجله و مجلات دیگه وقتی میبینن ایرانی ها این کار رو میکنن و وقتی شما یه مقاله جدی هم میفرستید میگن نه بابا این حتما یه چیز علکیه، باز میخواد وقت ما رو بگیره، حال ما رو بگیره، یه جورایی میزنیشون. خب روش های دیگه برای این کار وجود داره، لازم نیست ما آبروی خودمون هم داریم میذاریم. قدیما یه زبان مثلا قدیمی بود، یه بوزه‌ای بود خیلی شرشور میکرد، چوکونه بهش گفت اگر شروع کنی گوشتو میگیرم تو بالای خون میبرم، خب خودت هم با من باید بیاد. ما درسته داریم ایشون میگه یه چیزی اشتباه است و الی آخر، ولی خودمون هم بی‌بصر داریم آسیب میزنیم. خب تو این یکی دیگه یه تشکر نامعقول، حالا من اسمشو گذاشتم، به آبروی ایرانی رو نگاه کنید تا اومده تو اکنالجمنتش تشکر بده. مستر آقایی در بخش آبدارخونه و مستر فرجی رهبر در بخش خدمات و تمامی رانندگان در بخش
نیاز نداره اون آبدارچی اینجا شما ازش تشکر کنید. اینجا جای تشکر از چیزی دیگه افکتان باشید. ما اینکه از مؤسسه‌ای که از شما حمایت مالی کرده، از کسایی که در شکل‌گیری این ایده پژوهشی به شما کمک کردن، اینجا باید شما تشکر کنید. در اینه که اومده یه همکار پژوهشی باشه موضوع اعتمی دانشگاه تربیت مدرسه، نه همش روی اینترنت هست، من اشکال هم نداره که در یک مجله جی سی آر هم از این مجله اومده این فرد از حضرت مهدی موعود عجل الله به عنوان یک آوترش یا کاوترش احساساتی شده دیگه، یک مقاله رو نوشته خیلی مثلا در بهترشه میشونه، خیلی خوشحال شده و هم گفته این حتما یک کمک اداری و فرحال بوده و سعی کرده این رو به هر حال انتقال شده. اون یه چیزی شخصیه، ولی این که شما میارید این رو در این مجله بین‌المللی قرار میدین به عنوان یه همکار پژوهشی، این نمیخونه. مثلا شما بریم توی کانادا باید ماشین تو بیمه داشته باشه، نداشته باشه به شدت جریمه میشین، ماشین خوابیده میشه، شما بدن بیمه ابوالفضل پلیس میگیرن روی بیمه تو میگه من بیمه ابوالفضل. این برای منه، برای شخصی منه، نظر منه، درستم هست، ولی جواب نمیده در این سیستم. این کاری که شما میکنید در سیستم علمی پژوهشی دنیا، وقتی نام کسی رو میذارید به معنای اینه که این فرد به عنوان یکی از کوتران است. بذارید مثال بزنم، الان مثالهای بعدی بهتونشون میدم. در یه جایی ما حتی مجلات و بسیار مجلات دیگه به شما پذیرش میدن، پذیرش با ماینر ریلیژن. شما میرید اسم مثلا دوستتون رو یا استادتون به شما میگه اسم همکارون رو به عنوان یک کسی که اینجا کمک کرده، حالا مثلا یه بار خونده یا اصلا نخونده اضافه کنید. این کار درست نیست، این کار قابل قبول نیست. ما اگر شما در مجله، در مقاله بعد از اکسپ یا اکسپ میزرویژن شما بخواید آتری رو اضافه یا کم بکنید، ما قبول نمی‌کنیم. دلیل باید بیاریم. چرا؟ و این دلیل باید قانع کننده باشه. چون آترشیپ و کار آدم ها، اولا شما نمی‌تونی آدم رو حذف کنید. یا کاری نکرده، قبلاً اضافه کرده، یا اگه کاری کرده که نمی‌تونی حذفش کنید. پس باید مواظب باشیم این چیزها، این کارها، کار رو سلام کنید نها کنید. همین آدم کار دیگه‌ای هم کرده به غیر از این کار، متاسفانه استفاده از بحث مالکیت داده ها هم مشکل داشته. یعنی ژورنال اومده مقاله رو رد چیزش کرده، حذفش کرده از فهرست، بعد توضیح هم داده که این مقاله به خاطر مسائل آرترشیپ و بحث همکاریان پژوهشیش، بحث همکاریان پژوهشیش و به علاوه به خاطر مالکیت داده هاش هم اشکال داشته. یعنی داده هاش از یک جایی برداشته بدون اینکه مال خودش باشه، بدون اینکه ارجاعی داشته باشه یا مجوزی گرفته باشه برای این کارش، و این مقاله رو برمی‌دارن و خب چهره همکار ما در درجه اول و بعد همه ما ایرانی‌ها آسیب می‌بینه. یعنی مقاله نه فقط برداشته میشه، بلکه متنی هم نوشته میشه که اینو ما چرا برداشتیم. مقاله بعدی اون جایی که گفتم مقالتون میمونه و دیگه حذف نمیشه، اینجاست که همکارای ما اومده بودن. این یه داستان داره، این همکارای ما متاسفانه نخونیدشون کیان، دیگه من سیاهش نکردم چون گفتم چهره خوبی ندارم، این مجرمایی که سیاه بودن چشماشون رو بگیرم. این مقاله برمیشه چه کار کرده؟ اینا اومدن مقاله رو فرستادن به این مجله. بعد باید چند تا داور معرفی کردن. اومدن یک ریاضیدان مشهور رو انتخاب کردن، یک ایمیل قلابی یاهو جیمیل براش درست کردن، یاهو موبایل درست کردن براش، که وقتی که میفرستن به مجله، مجله ادیتور میبینه که این ریاضیدان مشهور اینجاست،
پس کلیک میکنه صفحه میاد با همون ایمیلی که یاهوه و میفرسته و انجام هم شد. داستان اینه که اینا یه مقدار و برحال حالا در کل بچانسی یه مقدار چی بگم ناواردی. داستان اینه که این آدم ها اون ریاضیدانی رو که انتخاب کرده بودن و ایمیل قلابی رو درست کردن و فرستادن، بعد از اینکه مقاله برای خودشون میان یه ماه جواب میدن و میگن مقاله خیلی خوب و ما استرانگی رو کامل میکنی کردیم. اشکال اینجا بوده که دبیر کمیته دبیران میدونستن که این ریاضیدان اینقدر سر شلوغی که هیچ وقت تا شش ماه جواب نمیده. چطور شده این رو یه ماه جواب داده؟ تماس باهاش میگیرن و اون میگه اصلا روح من خبر نداره، اصلا ایمیل من نیست و ها کاشف به عمل میاد که این قلابی بوده. مقاله رو که برمیدارن هیچی و علیهشون هم مطلبی رو زد. این همون مقاله و اینجا توضیح میدن که اینها در واقع اومدن شخص سومی رو به عنوان داور معرفی کردن using a false email account و یه ریپورت مثبت خودشون ریپورت مثبتی رو خودشون درست کردن به فرستادن و توضیح میدن و باز مجددن این اتفاق میده. این توی یکی دیگه اخیراً اتفاق افتاده، خیلی اخیراً 2016 اتفاقی که افتاده اینه که یک کاری کردن اینا این نویسندگان ایرانی. مهم نیست مال کجا باشن، مهم که انجام شده که اون جزء دانشگاه آزاده و یه دانشگاه پیام‌رو یه جایی سمت آذربایجان بودن. این افراد کاری که کردن که توضیح میدن، خود مجله یک مقاله نوشته راجع به کار اینا و این داستان شرح با اسم و با متن ایمیلاش با اسم و متن ایمیلاش. حالا اینا چیکار کردن؟ این دوستان همکاران ما کاری که کردن این بوده که مقاله ای رو نوشتن، اسم مقاله نزدیک به حوزه اقتصاد، یک اقتصاددان بزرگ آلمانی رو برداشتن نوشتن و این مقاله رو با ایمیل قلابی سابمیت کردن به مجله. مجله که میبینه این آدم هست و این کار خیلی مربوط نیست به این حوزه که اینا کار کردن، مشکوک میشن، با اون اقتصاددان آلمانی تماس میگیرن و میگن چنین داستانی. اینم میگه اصلا روح من خبر نداره، این بار سوم هست این اتفاق داره برای من میفته که اسم من چیز کردن و اینا میگن خیلی خوب بذار ما این داستان بذاریم، ما این بازی موش و گربه را بندازیم. اینها برمیدارن و یک نامه بعد از دو ماه نامه ای به نویسندگان میفرستن که مقاله شما رو ما خوندیم و این اشکالات و جزئیات غلط خلوتای علکی میگیرن، میگن اینو ریوایز کنیم بفرستیم برای اینا. سه روزه ریوایز میکنن مقاله رو، بعد میگردن به مجله و اونجا مجله حالا این بازی موش و گربه رو خرد میکنه و رو میکنه برنامه و میگه که وقتی میفرستن اسم اون اقتصاددان رو حذف کنه. مجله میپرسه چی شده که اسم این رو حذف کردی؟ میگه آره ما در تماسی باهاش داشتیم، اون گفته من چنان کاری نکردم و بهتره که اسم من رو حذف کنم. و مجله اونجا بهش میگه که نه، این داستان این نیست، اولا این آدم شما واقعی آدم اون آدم شما نیست، شما آدم نیست و اون قبول نداره و این تو همکاری پژوهشی تو این کار نداشته و خلاصه داستان مقاله رو که چه هیچی در این حال یک داستانی هم اینجا برای اونها می‌نویسن. ببینید وقتی مقاله رو می‌خوام بفرستیم دو چیز مهمه، یکی که همکار یعنی کسی که تأثیر داشته باید اسمش بیاد. دانشجوی دکتری یا ارشد اونجا دارید سال رو پرسیدن بیرون است زیرایی مقاله‌ای که استاد دیده رو داده دانشجو کار کرده و الی آخر. اینا خیلی جای بحث داره واقعا، شاید
جای بحثای زیادی داشته باشه، اصلا ممکن استاد دیگر هم نداشته باشه. دانشجو خودش میره موضوع رو پیدا میکنه، مقاله رو می‌نویسه، تصحیحش هم میکنه. در مواردی خودش سابمیت میکنه که اشکال ایجاد شد، سرقت علمی اتفاق افتاد، دانشگاه ما شرط کرد که باید حتما خود استاد مقاله رو سابمیت کنه، به اصطلاح کارتون مرتب باشه. این از اینجاست که مسئولیت صحت و سقم مطلب رو خود استاد بپذیره. این مال این بود مثلا بازم داستان سرقت علمی بود. اما سوال اینه که بالاخره استادی که هیچ نقشی نداشته چرا باید اسمش باشه؟ یا کسی که هیچ تحصیلی نداشته چرا باید اسمش باشه؟ این رو بحث کسی که کار میکنه باید نامش رو مقاله باشه. بحثی مقاله رو میخوایم به این مجله برسیم، باید همه نویسندگان موافقت کنن. هر از دو چیز، یک مقاله رو نوشید علکی نمیتونید اسم استادتون رو بذارید، باید اون موافقت کنه. این برای دانشجو حضر اضافه هم باید با جدت انجام بشه. دو، مقاله که میخوام به مجله بفرستیم همه نویسندگان باید موافقت کنن. این سیستم ما چون از منیجینگ ادیتور استفاده میکنه، یه سیستم خارجیه، این خوبی رو داره که ما یک آپشنی رو فعال کردیم که آترشیپ رو میخوام، یعنی وقتی که ما مقاله رو من سابمیت میکنم و دو تا هر کار دارم، سیستم ایمیل میفرسته به اونا میگه تایید کنید که شما تو این کار همکاری دارید، تو این مقاله رو همکاری دارید و اگر و اینا باید تایید کنن. البته اجباری نیست فعلا، ولی باید تایید کنن. در این مدین یکی اتفاقی که افتاده اینه که ما دو تا چینی دیدیم. اتفاقی که افتاده این دو نفر، دو تا ریاضیدان دیگه همکار این بودن که یکی این یکی که این دو نفر ادعا کردن که اصلا ما هیچ نقشی توی این مقاله نداشتیم، اسم اون خودش برداشته و به مجله مقاله پذیرفته شده، چاپ شده، اینا بعدا خبردار شدن، به مجله خبر دادن ما هیچ نقشی نداشتیم، اسم ما رو علکی گذاشتن فرستادن، مورد تایید ما نیست مقاله، پس مقاله رو برداشتن، یک خط قرمز هم روش گذاشتن و این برمان یک پایین منفی برای این فرد حساب شد. ارسال همزمان مقاله به دو مجله. مثل فروختن یک خونه به دو نفر. اگه میپرسید چرا بده، چرا اشکال نده، مثل بی شما یک خونه رو به دو نفر بده. حالا چقدر این تمثیل درسته دیگه؟ ببسید. ضمن اینکه هم مسائل دیگه هم هست، شما مقاله رو که میفرستید به یه مجله این کلی انرژی هزینه میبره، هندلینگش، وقت داور، وقت ادیتور، اینا وقت هم مهمه، یعنی ما باید برای وقت آدم هم ارزش قائل باشیم. اینجوری نیست که فقط ما به یه دفعه میگیم باکرمون رو بیل میزنیم، میگیم خب بیاید 30,000 تومن بخاطر بیل زدن. این وقتی هم که یه نفر داره صرف میکنه، انرژی که صرف میکنه، نه ارزشمنده. نمیشه دو گروه رو معتل کرد برای این کار. خواهش مون اینه که این کار انجام نشه. نقطه ایگاه دکتر احمدی رو فرق کرد. یه جوری؟ خب، هنگ کرد اصلا. آقای تراف بودید؟ خب، البته خوبیش میده آخر صحبت هم بود. ولی خانم دکتر پرشنگ، آقای بکندشون طرف هم نیستم. نم هنگ. خب. آیا یکی آسان من گواهی کارنام هم داره میشه؟ کجایی؟ نه اونجا اصلا اینا فی سبیل الله کردن. همه چیزش فی سبیل الله. خیلی نزید برشون. خب. داستان این بود که ارسال همزمان مقاله به دو مجله ممکن نیست و اگر ما بفرستیم این امکان وجود داره که شانس بدی داریم که دکتر هم اشاره کردن که ممکنه به یه داور بره. این اتفاق برای یکی از همکارای سابق ما زمانی بود 20 سال پیش دانشجوی دکتری بود افتاده بود که مرسی که اومده بود و مقالهش رو سابمیت کرده بود به دو تا مجله
دو تا مجله فرستاده بودن به یک نویسنده و به یک داور و این داور به هر دوشون جواب داد که این همزمان برای ما اومده هر دو این فرد رو تو بلک لیستشون قرار دادن. بلک لیست هم چیزی یعنی شما بین 3 تا 8 سال دیگه مجاز به سابمیت مجله نیست. من اینو توضیح داده که این کار اصلا کار غیر اخلاقی و شما رو گذاشتیم تو بلک لیست و دیگه به مجله ما مقاله نفرستید. خب کار ظریف این میگیم که مقاله ظریف همیشه تو پرونده‌تون میمونه و با اون مورد قضاوت قرار میگیره. شاید اگر دو سه تا کار دارید که به هر حال متوسط اینا به هم وصل کنید و در قالب یک مقاله قوی چاپ کنید اینجاها، الان توی دور زمانه ارزشش بیشتر. قدیما برعکس بود. قدیما بوده هرچی بیشتر مقاله چاپ کنی بهتر. شما اینجا به چند تا امتیاز میدن؟ 10. اما اگر اینجا چاپ کنی 7 میدن. پس اگه دو تاش کنی اینجا چاپ کنی 14 امتیاز میدید. اوکی؟ ولی الان به کیفیت بیشتر توجه میکنم. یعنی که اگه اینجا چاپ کنی ما بیشتر توجه میکنم. اون دو سال بیا هم هست. مجله. اگه مقاله خوبتون تو مجله ضعیف چاپ بکنید واقعا این به فنا رفته. من کسی رو میشناسم همکارای همین دانشگاه رو مقاله بسیار خوبی داشت همین اولا ارجاع گرفته ولی این در مجله برای مجموع بود زمان آقای سای اینا نبود بسیار پیش اینا رو نیجای ضعیف توی هندوستان چاپ کرده بودن الان توی لیست آقای سای اون مجله ولی بالاخره مجله مقاله خیلی جای بهتر میتونست چاپ بشه و واقعا از یک جایی ضعیف بیرد اشکال دیگه هم داره. زمانی که من تو بروتر انجمن ریاضی ایران بودم اومدم به یکی از همکارای خارجی گفتم شما یه مقاله بفرست به مجله بروتر ریاضی ایران خوبی بود. میدونی چی جواب داد؟ تو من نمیفرستم به خاطر اینکه این معنی مجله شما رو هیچ کس نمیبینه. اودینسی نداره. من دیده نمیشه چی کار من. براش این کار من دیده نمیده. راست هم دیده. حتی الان خیلی بهتر شده. الان با اومد سیستم‌های مجلات، مقالات چون می‌دارن خیلی خیلی بهتر شده. من توی گفتم سعی کنید مقالات مجلات یک درجه بالاتر بفرستید. شانس سیستم اگر وقتتون اجازه میده آزمایش شد. اما مجله باید اساسی هستم. من از چند تا سوال به ذهنم رسیده نوشتم. اگه بعد از این بازم شما سوالی داشتید بپرسید. همونطور گفتم من اول اکسس ها اونایی که علل غالب پول میگیرن چاپ. من این دو مجله که اون زمان رو تأسیسش کرده بودیم اینها از اوپن اکسس بودن نمیدونم بعد که اومد این ناشر خوب پیدا کردیم که اینو چاپ کنیم خب من که نمیتونم این رایگان چاپ کنم حتی نمیدونم چون من خودم مخالف اوپن اکسس بودم گفتم من چون مخالف اوپن اکسس هستم شما بتونی آبومان یا سابسکریپشن بذاریم و این آنها چاپ کنیم و ما از اون حالت اوپن اکسس متاسفم ولی اوپن اکسس عبارت از اینه که شما پول میدید مقالتون برای همه در همه خوانندگان در سراسر دنیا که دسترسی به اینترنت داره رایگان میشه. آیا همه این مجلات اوپن اکسس تجاری هستند؟ نه ولی به ندرت مجله فاخر اینجاها میبینید که اوپن اکسس باشه. اگه تک توکی هم تو هر رشته ای از این اوپن اکسس های قلابی با تکنیکایی که سایتیشنشون رو بالا بردن اینجا ها وجود داره که اینها هست میشه هر سال دیگه دوستشون هست میشه. پس نقطه کلیدی این سوال آیا جامعه علمی دید خوبی به این مجلات داره؟ شما ها بگید آیا دید خوبی با مجلات اوپن اکسس داره؟ نه داره. خیلی آیا مجلات اوپن اکسس داوری سبکتری دارن؟ جواب بگید عموماً بله. آیا میتونید بدون پرداخت هزینه آیا میتونم بدون پرداخت هزینه چاپ مقاله رو در یکی از این مجلات چاپ کنم؟ تقریباً هیچ وقت. لطفاً چنین درخواستی از مجله ندید. خود آیا مقاله رو به این مجلات بفرستم؟
اگه مقاله شما خوبه آن را به یک مجله غیر اوپن اکسس بدید. چرا واقع چاپ در مجله اوپن اکسس ضروری؟ تسهیل دسترسی نتایج برای مخاطبان یا چاپ سریع؟ یه تحقیقات جدی توی مثلا نانو شیمی انجام دادیم، یک نتیجه جالبی بود از این نتیجه باید همه ببینن و سریع استفاده بشه. این رو میتونید اوپن اکسسش کنید. ولی این بطور کل خیلی. خیلی متشکرم.